بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم این تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر پیش رو داشته باشیم. دوشنبه 9 ژانویه سال 2017 برابر با 20 دی ماه 1395 روز جمعه، اولم چهارشنبه، منتظر این دوست عزیزمون بودیم که متاسفانه اونجا براش درگیری پیش آمد و نتونست با ما باشه، و جمعه به شما قول دادم که دوشنبه، یعنی امروز، با دو تا از دوستان جوان که قبلا در وزارت اطلاعات ایران، بعضیا میگن وزارت اطلاعات سپاه پاسداران، والا ما که نفهمیدیم کجا به کجاست، همین دلیل میشه که من دوستان رو دعوت کنم، باهاشون صحبت کنم که مقداری به آگاهیمون زیاد بشه، که اقلا اگر میخوایم در رابطه با چیزی صحبت کنیم آگاهی اون رو داشته باشیم. به همین دلیل از طریق دوستمون آشنا شدیم با آقای امیررضا عباسپور. من بدون هیچ اتلاف وقتی میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم، ازش خواهش میکنم 2-3 دقیقه‌ای در مورد خودش بگه، این جوان چگونه وارد وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه شده، بعد چرا حالا مقیم یک کشور دیگه است، اگه خواست اون کشور رو بگه، اگه نخواست نگه، چرا برش تو اون کشور حتی دردسر پیش میاد، تا بعد سوالاتی رو که من دارم یا به مغزم برسه از ایشون بپرسم. ضمناً اگر شماها هم سوالی براتون مطرح میشه یا نظری دارید درباره این دوستان، میتونید از طریق فیسبوک، از طریق شماره تلفن، از طریق تکست، از طریق ایمیل، والا دیگه چی بگم، از طریق تلگرام سوال کنید. این دوستان در برنامه‌های آینده به شما پاسخ میدن. آقای عباسپور خوش آمدید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان و تلویزیون مردم، بفرمایید که امیر عباسپور یا امیررضا عباسپور کی هست، امروز کجاست، چرا اینجاست و برنامهش چیه، به چه امید و آرزویی رفته اونجا، چرا بعدم فکر کرده که اونها جوابگوی آرزوهاش نیستند و امروز راه دیگه ای رو انتخاب کرده. بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سوربی و تمام بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم تیوی. بنده امیررضا عباسپور هستم، متولد سال 1367 در تهران به دنیا آمدم و در کرج بزرگ شدم. خدمت شما عرض بکنم که بنده در سنین کوچکی و در سن 14 الی 15 سالگی جذب بسیج مساجد شدم و طی همکاری هایی که با بسیج و سپاه فعل اتفاق در ناحیه های مختلف کرج داشتم، بعد از گذراندن دوران تحصیلاتی که در دانشگاه قزوین گذراندم، مدرک لیسانس و حقوق گرفتم و درخواست کار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دادم که بنده عضو سپاه انصار یا در واقع همون حفاظت شخصیت‌های سپاه شدم در سال 90 و مشغول به کار شدم. اولین مأموریت بنده در وزارت نیرو در کابینه دولت آقای احمدی نژاد بود و در خدمت آقای علی اکبر نامجو و معاونین ارشد ایشون از جمله بازرسی و معاونت جوانان این وزارتخونه بودم و بعد از اون هم در خدمت واحد یگان امنیت سپاه پاسداران که سپاه جدیدی در عرصه سرکوب، اغتشاشات و مسائل امنیتی از این قبیل در ایران هستش و به این دلیل که این مسائل که در ایران از بودش و مأموریت‌هایی که ما انجام میدادیم، روزی در این مأموریت‌ها پرونده‌ای به زیر دست من اومد که نزدیک 200 نفر از اشخاصی که به عنوان نوکیشان مسیحی در ایران شناسایی شدند، دستور عملیات دستگیری اینها به ما رسیده بود. واقعا دیدم که، یعنی در اون لحظه به وجدانم فکر کردم، مسائل دیگه‌ای که بودش و این اشخاص رو بنده فراری دادم از اون مهلکه و از اون موقعیت که براشون میخواست پیش بیاد و متاسفانه به علت دستگاه شنودی که اطلاعات ایران و دستگاه امنیتی مثل سپاه و اطلاعات دفتشون در واقع یکی هستن، ما رو در به قول معروف موقعیتی گرفتار کردن و منجر به دستگیری بنده
شکنجه شد و قصد اعزام بنده رو به سوریه داشتن که پس از اینکه من بهشون اعلام کردم که من به عراق مراجعت میکنم و بعد از عراق به سوریه برای انجام دادن ماموریتی که شما درخواست میکنید، به ترکیه فراری شدم به صورت قانونی از طریق دوستانی که داشتم، تونستم که از مرز ایران از بازرگان خارج بشم و به ترکیه پناهنده بشم و به سازمان ملل اعلام پناهندگی کردم. کما اینکه لطف این دوستان همچنان با ما باقی است و امروز هم در ترکیه توسط سپاه قدس و عملیات برومرزی سپاه تهدید شدم و اینجا در واقع دستور حذف فیزیکی بنده رو در ترکیه دادن و ما گفتیم که تا مجالی باقی است با شما و بینندگانی که در تلویزیون مردم تیوی تشریف دارن صحبتی بکنیم و این مسئله که در سپاه هستش رو به شما اطلاع بدیم. خیلی ممنونم. این چیزی که شما گفتید به اصطلاح مواظبت از افراد سرشناس اینا، یعنی یه چیزی شبیه سیکرت سرویسی که اینجا هست دیگه، توی آمریکا هم بهش میگن سیکرت سرویس، که البته هیچ چیز سیکرتی هم نیست، شما همشون رو میبینید. خود من یه همسایه داشتم چند سال پیش، به من گفت که میخوای بیا بشو مامور به اصطلاح حفاظت این خانم، اون موقع مامور چیز بود، وزارت خارجه، خانم مادلین آلبرایت. در اصل گفتم نه، من خیلی خودخواه هستم، اگه کسی بخواد به اون تیر بزنه من اونو میندازم جلو، خودم فرار میکنم. یه چیزی مثل این دیگه، درست میگم؟ در واقع سپاه الان در چند لایه تشکیل شده. سپاه ولی امر علل خصوص مسئولیت حفاظت آقای خامنه‌ای رو به عهده داره و سپاه انصار مسئولیت حفظ مجلس، بهارستان، جماران، جناب آقای رفسنجانی که ایشون دیشب فوت کردن و ریاست جمهوری و 4 نفر از وزرا و کابینه در واقع اساسی دولت رو اینها به عهده دارن که به عهده سپاه انصار هست و بعد از اون سپاه امنیت پرواز هست که پروازهایی که هواپیماهایی که در واقع به خارج میرن و رفت آمد دارن رو اینها رو مانع میشن که از هواپیما روبایی و مسائل دیگه جلوگیری میکنن. خب اینجا معمولا اینایی که به عنوان سیکرت سرویس انتخاب میکنن هم راضی نگه میدارن هم زیر نظر زیاد هستن، که چون میدونن اینا هم اسلحه دارن هم نزدیکترین فاصله رو با شخص مورد نظر. اونجا چجوریه؟ اونجا تا موقعی که شما بودید آیا از راز حقوق و مزایا و اینها به شماها میرسیدن؟ یعنی شماها تافته جدا بافته بودید یا شما هم مثل دیگران انجام وظیفه میکردید و در قبالش حقوقی دریافت میکردید برابر حقوق اونها؟ در واقع میشه گفت فرقی آنچنانی نبود، ما هم یک حقوق عادی دریافت میکردیم و هیچ فرقی با حقوق دیگر دوستان نداشت. البته بودن بعضی از دوستان که در اونجا خدمت میکردن و حقوقی بالاتر دریافت میکردن، که خب البته این مسئله در ایران یک چیز روال و معمولی هست و بعدش هم که به علت مسائلی که حالا در سپاه هست و تشخیصهایی که اونها میدن ما رو به یگان امنیت سپاه که یگانی واقعا مجزا از سیستم سپاه هستش و زیر نظر مستقیم قرارگاه سارالله و فرماندهی کل سپاه و بعد از اون آقای خامنه‌ای قرار داره. این سپاه در سال 1389 تأسیس شد و در سال 90 اجرایی شد با قدرت تمام و حق ورود و ماموریت‌هایی رو داره در داخل کشور که به شایبه میشه گفتش که هیچ ارگان نظامی و هیچ سازمانی به این اندازه قوی تا به امروز تشکیل نشده بوده در سپاه پاسداران. آقای عباسپور، ما در گذشته دیدیم افرادی که آمدن اینجا، حتی اون سردار معروف مدحی، بعد معلوم شده که اینها نفوذی هستن. مطمئنم یه عده‌ای هم به شما شک میکنن که ممکنه شما هم نفوذی باشید. در رابطه با این به اصطلاح شک که دوستان، شما چی میگید بهشون؟ آیا حق دارن شک کنن به شماها، یا اینکه شماها به همین دلیل که آمدید بیرون الان دیگه باید طرف به شما 100% اطمینان کنه؟
در واقع این مسئله در همه جای دنیا شاید وجود داشته باشه، ولی بنده اگر که سرسپرده ای اون نظام و اون رژیم بودم، امروز برای حذف بنده در ترکیه این همه اقدام نمی‌شد و این همه پیغام و پسخوان برای بنده نمی‌فرستادن و سازمان اطلاعات ترکیه به این نحو پیگیر مسئله بنده نمی‌شد. و مسئله دیگری که هستش این هستش که واقعا عمل افراد موضع این اشخاص رو معین میکنه و علت این که چرا از ایران خروج کردن موضع این افراد رو مشخص میکنه. بنده به خاطر وجدانم و کمک به 200 نفر از هموطنانی که مسیحی شدن و امروز خود بنده هم به عنوان یک مسیحی در اینجا زندگی میکنم و در کنار این هم‌نوعان و همکیشان ایرانی نویمان مسیحی دارم اینجا زندگی میکنم، وضعیت اینها رو در اون لحظه درک کردم. کاری که اینها انجام دادن در داخل ایران، بنا به اینکه قانون ایران میگه که این افراد وقتی از دین شیعه به دین مسیحیت انتقال پیدا میکنن، در واقع گرویده میشن و قبول میکنن این دین رو، مجازاتشون این هستش که زندان بکشن، حبس بکشن و در خیلی از موارد اینها اعدام بشن. واقعا اینها چه گناهی کردن؟ چون مرتد شناخته میشن. مرتد شناخته میشن. حالا سوال از شما اینه، کسانی که مثل شما در سنین به اون جوانی 14 سالگی اینها جزء بسیج بودید یا بعد جزء سپاه شدید و اینها، احتمالاً اینا آموزشای به شما میدن، درسایی میدن که اگه نگیم کمتر از به اصطلاح مرد شستشوی مغزیه، ولی دائم روی شما کار میکنن که یه همچین اتفاقی نیفته. ولی میبینیم که شما به غیر از اینکه از اون مسلمان به اصطلاح دو آتشه و تندرو یا اصولگرا جدا شدی، آمدی رفتی به طرف دوستان مسیحی و حتی خود شما هم دیدم رو اسکایپتونم اون عکسی که گذاشتید سمبل مسیحی و مسیحیت هست. اینو چجوری توضیح میدین؟ چی شد؟ بعضی ها مثلا میگن یه جا دیدم یه نفر رو شکنجه میکنن، بعد اون موقع من به خودم اومدم. بعضی ها میگن خواب دیدم، بعضی ها میگن مثلا پدرم به من نصیحت کرد. شما چی شد که یه دفعه 180 درجه تغییر کردید؟ در عملیات های مختلفی که ما با همکارانمون در سپاه انجام میدادیم و اشخاصی که در سپاه با ما بودن و ما این عملیات رو با هم دیگه انجام میدادیم، موارد بسیار زیادی از تخلف این افراد و کارهای خلاف شرعی که این افراد انجام میدادن، در واقع میگن یه چیزی هست در اسلام و شریعت میگه که اگر که میخوای به کسی نهی کنی و امر کنی، در واقع همون امر معروف و نهی از منکر خودمون که حالا در ایران مصداق هستش رو بخوای انجام بدی، اول باید از خانواده خودت شروع بکنی این کار رو انجام دادن. اول اصلاح رو از خودت باید شروع کنی، بعد به دیگران انتقال بدی. ولی من داشتم مشاهده میکردم این افراد از انفقان بنیان در خانواده های خودشون و در خودشون مشکل داشتن و اینها شده بودن منجی و ضابط قضایی و اشخاصی که در سپاه به عنوان کسی که میومد مردم رو ارشاد میکرد، مردم تذکر میداد و مجری قانون بود در حالی که خودش مشکل داشت و در حین همون اجرای قانون هم خود این افراد شروع میکردن خلاف قانون رو انجام دادن، چیزی که بهشون ابلاغ شده، چیزی که باید انجام میدادن رو انجام نمیدادن. و این مسئله برای من بسیار دردآور بود و خیلی از مسائل دیگه که من نگاه میکردم در زمان اختشاش سال 88 ما در یگانهای ویژه بسیج به عنوان بسیجی ویژه در اونجا بودیم که بعد منتهی شد به در سال 90 به عنوان پاسدار رسمی ما استخدام سپاه پاسداران شدیم، نگاه میکردیم میدیدیم مردم رو به شکل وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار میدن و میزدن. آیا اگه شما دارید این مردم رو میزنید؟ خیلی خب اختشاشگرن، بدون مجوز اومدن در داخل خیابونا دارن اختشاش میکنن، باشه، ولی آیا شما میتونی این آدم رو بکشی؟ مجوز این رو داری که ضربه‌ای به سر این آدم بزنی و این آدم کشته بشه؟ بله. آقای عباسپور شما میگید که همش صحبت از سوم شخص میکنید، اونها، ولی خود شما هم جزو اونها بودید. چند سال با اونها بودید؟ آیا کسی رو زدید؟ کسی رو شکنجه کردید؟ کسی رو موقع دستگیری آزار اذیت کردید یا فکر میکنید اون موقع به اصطلاح خودتون رو
مجاز میدونستید که این کار را انجام بدید، یا فکر میکردید که این خدمتی هست به اسلام و به مملکت، بعد یه دفعه بیدار شدید و فهمیدید کار بدی کردید؟ اینو یه مقدار به من توضیح بدید. و حقوق پاسدارا چنده؟ مثلا شماهایی که به اصطلاح مقدار نزدیکتر بودید، یا مثل سیکرت سرویس یا ماموران محافظتی بودید، حقوقشون چند سالیانه یا ماهیانه؟ بستگی به نوع درجه و به قول معروف موقعیت که این افراد به عنوان حالا مسئول دسته تیم یا مسئول یک تیم عملیاتی دارن انجام میشه تا رده های پایین‌تر. ولی چیزی که بنده در سپاه دریافت میکردم حلوشه 1,600,000-700,000 تومان که با کسب قصورات و بیمه و خیلی از مسائل دیگه شاید الزامن 1,300,000 تا 1,200,000 دست بنده رو میگرفته. وقت توی سپاه از همون درجات ارتش استفاده میکنن یا شما یه درجه های به اصطلاح رنگ دیگه ای دارید؟ تقریبا برابر هستش، ولی خب در یک سری مراتبی که در داخل خود یگان ها هستش درجه ها یکی هست، ولی در داخل خود یگان ها وضعیت فرق میکنه. معمولا درجه حرف آنچنانی رو در سپاه نمیزنه. شما به عنوان ببینید، مثلا من دبیر بودم، بعضیا معلمم، بعضیا هنرآموزن، بعضیا استاد دانشگاه هستن، شما رو چی صدا میکردن؟ یا درجهتون یا کارت شناساییتون شما رو چی معرفی میکرد؟ خب در درجه ما که نوشته شده بود در اون چیز، ولی بیشتر مسئولیتی که شخص گفته داشت در احکام ذکر میشد و در به قول معروف مراتب گوناگون به اشخاص معرفی میشد این مسئله، که به این شکل در سپاه چیز هستش. در سپاه معمولا حتی سردارها یا سرهنگها یا کشخاصی که در سپاه هستن درجه هاشون رو نمیزنن یا در تا اونجایی که بتونن این کار رو انجام نمیدن، چون میگوین که به این نظر اعتقاد دارن که در سپاه درجه حرفی برای گفتن نداره. و این قسمت رو من قبول دارم. اجازه بدید، من خودم توی هوابرد بودم و توی هوابرد مخصوصا موقعی که حکومت نظامی بود و یا موقعی که آموزش بود، سرهنگ یا سرباز که میمد اونجا هیچ کس درجه نداشت. دو تام دلیل داشت. یکی این که اگه یک استواری میخواست آموزش بده به اینها، نگاه نکنه ببینه این سروان سرهنگه و از آموزشش به اصطلاح کوتاه بیاد، یا توی خیابون اگر اون حکومت نظامی بود خطری که برای سربازه بود همون اندازه بود که برای سرهنگه باشه. نیان بگن چون این سرهنگه اگه اینو بزنیم بکشیم، خب البته از سن و سال و اینا معلوم میشد کی وظیفه است که چیه. شما هنوز دو تا چیزو به من نگفتید. یکی این که درجه شما چی بود؟ بله درسته تو خیابون و اینا همتون مساوی بودید و چون میخواستن تظاهرم کنن به مسلمان بودن اینها، جامعه بی طبقه توحیدی، پاسدار بی طبقه توحیدی، ولی برای حقوق گرفتن، برای احترام گذاشتن، برای رعایت، شما یه سلسله مراتبی اینجا بهش میگن چین آف کامند، یه درجه باید داشته باشید. درجه شما چی بوده بعد این همه سال؟ سروان یکم بودم در سپاه و خدمت شما عرض کنم که مسئول اطلاعات عملیات ناحیه غرب استان البرز. بسیار ممنون. سروان یکم. و اون سوالی که من کردم، اگرم میخواین میتونید بگید نمیخوام پاسخ بدم. هیچ وقت شما کسی رو مورد آزار و اذیت قرار دادید در اون موقعی که با اونا بودید؟ خدا رو شکر امروز اینجا از خدای خودم در واقع روسفید هستم که در سپاه و در ماموریتایی که بنده انجام دادم، نمیخوام بگم دستگیری من انجام ندادم، چرا من انجام دادم، نمیخوام بگم که بنده مثلا در تظاهرات که مردم اومدن شرکت نکردم، چرا شرکت کردم و شاید دستوراتی هم به نیروهایی که تحت فرمان بنده بوده دادم. این مسئله بوده و برای هر کسی در هر موقعیتی که بوده باشه این مسئله براشون پیش خواهد آمد. یعنی فرقی نمی کنه چه در زمان شاه بوده باشه چه در زمان دولت فعلی، ولی تا اونجایی که در توانم بوده و تا اونجایی که میتونستم رعف و عطوفتی که در دلم خدا گذاشته بود و امروز راه بنده رو تغییر داد و به این سمت اومدم رو من در مورد اشخاصی که بازداشت شده بودم و در مورد افرادی که در ایران با ما برخورد میکردن ما انجام میدادیم. و خیلی از موارد
در خیلی از ایست‌بازرسی هایی که توسط خود سپاه انجام میشد برای مسائل امنیتی توسط سپاه امنیت استان البرز و تهران، خیلی از موارد رو بنده دیدم از مردم ایران خیلی چیزهایی داشتن و ما این مسئله رو در واقع میشه گفتش که نادیده گرفتیم و این رو به قول معروف انجام ندادیم، از روش گذشت کردیم. الان اگر بخوایم به دوستانی که هم درجه شما هستن، هم ردیف شما هستن، کار شما رو انجام میدن توی ایران، به اصطلاح پیشنهادی بکنید، نصیحتی بکنید، چی میگید بهشون؟ من چیزی که میتونم به ملت ایران و در واقع همکاران سابقم در ایران من بگم این هستش که واقعا نسبت به مردم و نسبت به ملت ایران توفت داشته باشن، نسبت به اعمالی که انجام میدن و نسبت به کارهایی که انجام میدن فکر بکنن و درست تصمیم بگیرن. کارهایی که اینها دارن امروز انجام میدن و اعمالی که اینها دارن امروز انجام میدن اعمال درستی نیست. اینکه شما برگردید بگید آقا ما مطیع امر آقای خامنه‌ای هستیم، ما هر چیزی که ایشون بگه ما قبول داریم، حتی گذشتن از جانمون، حتی خیلی از مسائل دیگه‌ای که امروز در ایران ما شاهدش هستیم، واقعا درست نیست. کی این آقای خامنه‌ای رو بر سر مسند نشوند؟ آقای رفسنجانی. آقای رفسنجانی رو. حالا فکر میکنید بعد از رفسنجانی اوضاع توی ایران سخت‌تر و حادتر میشه برای مردم یا یه مقداری آزادتر میشه؟ بنده در مورد فوت آقای رفسنجانی خدمت شما عرض کنم و قصد و مسئله بسیار جالبی که از دیشب فکر بنده رو درگیرش کرده. خب ما در جماران حضور داشتیم و در تیم‌های حفاظتی هم حضور داشتیم. مسئولیت حفاظت آقای رفسنجانی به عهده سپاه انصار بود و تیم‌هایی که با این شخصیت‌ها اعزام می‌شدند و کار رو انجام می‌دادند، این افراد تیم پزشکی 100% همراه اینها بود. حتی اگر شخصیت نمی‌خواست، این تیم پزشکی با اینها بود و هیچ اراده‌ای اون شخصیت در مورد بحث حفاظتش نداشت الا در مسائل جزئی. و صحبت‌هایی که وزیر بهداشت در مورد ارسال ایشون به بیمارستان شهدای تجریش و سکته قلبی که ایشون ناگهانی کردن، با توجه اینکه روزش در جلسه حضور داشتن و بسیار حالشون خوب بود، با توجه به چیزهایی که من میدونم و گفته هایی که در سپاه انجام شد زمانی که آقای رفسنجانی به عنوان رئیس تشخیص مصلحت نظام به روی مصلحت نشستن و مردم ایشون رو انتخاب کردن به عنوان اینکه ایشون در اونجا خدمت بکنن، در سپاه صحبت این بود که این شخص دشمن رهبری هست و در فکر براندازی رهبر هستش و امکان این هستش که رهبری رو به صورت دوره‌ای و حتی به قول معروف برکناری انجام بدن. و فرماندهان سپاه از این مسئله بسیار ناراحت بودن که چرا ایشون، یعنی شما فکر میکنید که اون خطری بوده برای آیت الله خامنه ای؟ بله 100%. چون من هر چی میشنوم و میخونم بعد از خامنه ای میگن ممکنه ولایت فقیه برداشته بشه و اینها، و من فکر نمیکنم هیچ قدرتی دیگه الان میتونست خامنه ای رو برکنار کنه مگر اینکه مثلا یه مریضی چیزی پیدا بشه بعد بگن این حالا مجبور جانشین معرفی کنه. در هر صورت اجازه بدید یه مقداری از وضعیت کنونی شما میخواین این ماجرا رو ببرید به اینکه یعنی دسیسه ای بوده مثل ماجرای آقای طالقانی و اینا، چون سن 82 سالگی برای کسی که پدر من 67 سالگی فوت شد و 3 سکته کرد، اولین سکتهش موقعی بود که خبر شهادت داداشمو بهش دادن، دومیش آمریکا بود، سومیش هم آمریکا بود و فوت شد. میبینیم خیلی از جوانها به اصطلاح توی ایران مخصوصا توی 40 سالگی 50 سالگی سکته میکنه. توی آمریکا با این همه تکنولوژی پزشکی پیشرفته، خانمی که هفته پیش اینجا فوت شد، هنرپیشه معروف پولدار، توی انگلستان بود، سوار هواپیما شد آمد فوت شد. و مخصوصا این سکته مغزی، سکته قلبی، اینا یه چیزیه که غریب و خودی نمیشناسه و
آقای رفسنجانی هم ماشاءالله همیشه توپل بود و مثل اینکه اونم مثل من علاقه‌ای به رژیم و اینها نداشته، حالا یا رژیم اسلامی یا رژیم خوراکی. یعنی من فکر میکنم یه مقداری باید اون فلسفه دسیسه رو کنار گذاشت. برگردیم به شرایط کنونی شما. شما الان اونجا پناهجو هستید، رفتار ترکیه با شماها چگونه است؟ مخصوصا الان که بین ترکیه و ایران این رابطه یه مقداری خوب نیست، اونا شماها رو که تو وزارت اطلاعات بودید مثلا بیشتر بهتون میرسن، کارتون رو سریعتر انجام میدن، یا برای اینکه شما رو تخلیه اطلاعاتی کنن یه مقداری از موقعیت خودتون توضیح بدید، شرایطتون بهتره یا شرایط شما سخت‌تر از پناهجوی معمولیه؟ 100% شرایطی که بنده امروز در ترکیه دارم شرایط بسیار سختی است، به خاطر اینکه از لحاظ امنیتی و اطلاعاتی زیر بار فشار بسیار بالایی هستم و هیچ حمایتی در واقع از سمت دولت ترکیه برای من انجام نشده و این مسئله بسیار برای من دردآور هستش که حتی برای امرار معاش هم نمیتونم خیلی از مسائل رو انجام بدم و هیچ کمک و یاری در هیچ جایی بنده ندارم. خب این شرایط رو بسیار سنگین کرده برای بنده و هیچ کمکی هم از طرف دولت ترکیه بنده دریافت نکردم. من مثل هر پناهجوی معمولی دیگه‌ای که ثبت نام میشه و کارهاش حالا طبق اون روند 2 یا 3 سال که انجام میشه، حتی به تب من میتونم به جرأت میتونم برگردم بگم احتمال موندگاری بنده در ترکیه خیلی بیشتر هست به خاطر وضعیت سیاسی و امنیتی که بنده دارم و شغل سابقی که بنده در ایران داشتم. هیچ کشوری در واقع میشه گفت که اقدام به پناهندگیری از این افراد نمی کنه. یعنی شما خودتون یک کشور ثالثی رو در نظر داشتید ولی اون میگید به همین خاطر ممکنه اونها چون رابطه دارن با ایران شما را قبول نکنن؟ نه اصلا کلن سیستم به این شکل هستش که اصلا سکوریتی هیچ کشوری، حالا نمیدونم بحث سپاه هست یا هر چیزی دیگه که هستش، حالا به هر عنوانی که هست، اصلا اسم سپاه که میاد این افراد اصلا پاشون رو پس میکشن و هیچ اقدامی برای اون شخص انجام نمیدن. من برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، امیدوارم در آینده هم شما رو داشته باشیم تا باهاتون صحبت کنیم، امیدوارم که اونجا هم براتون گرفتاری چیزی پیش نیاد و اونها دست بردارن از سر شما و به خوبی و خوشی پناه. من مسئله‌ای رو میخواستم امشب به عنوان اولین بار در یک رسانه گروهی خدمت شما عرض کنم که سپاه امنیت و در واقع این ساختار جدیدی که امروز در سپاه به وجود اومده در صدد هستن که در انتخابات سال 96 که انتخابات پیشرو هستن، با توجه این که خود آقای هاشمی رفسنجانی به وقوع پیوسته، سرکوب شدیدی رو انجام بدن و در زمانی که بنده در ایران بودم و حالا مسئله پیش اومد و ایران رو ترک کردم، معمولا آمادگی این نیروها در ماهی یک بار انجام می شد ولی این مسئله آمادگی نیروها در هفته به 2 یا 3 بار در روز هفته کشیده می شد و این مسئله بسیار خطرناک است. من لازم دونستم که این رو به گوش ملت ایران و شنوندگان و بینندگان برنامه تلویزیون شما برسونم که در انتخابات سال 96 احتمال بحرانی خیلی بیشتر و بالاتر از سال 88 رو باید انتظار داشته باشند، با توجه به این که تنها کسی که میتونست ترمز آقای خامنه‌ای رو در کشور متوقف کنه آقای رفسنجانی بود که ایشون هم به نظر بنده به عنوان دسیسه هایی که در داخل نظام انجام شد مرگ ایشون رو رقم زدند و این کار رو انجام دادند و ملت باید همه چیز آماده شده. ضمناً شما میگید که اینها به جای اینکه مانورهای ماهیانه داشته باشن مانورها رو هفتگی یا 2 هفتگی کردن که اون ماجرایی که سال 88 پیش آمد امسال به اصطلاح سال آینده 96 پیش نیاد. من فکر میکنم همه این خودش یه دلیلی باشه که خیلی ها به شما برچسب بزنن که شما مأمور نفوذی هستید و آمدید اینو بگید که مردم رو بترسونید. به خاطر همین باز هم ازتون دعوت میکنم توی برنامه آینده شرکت کنیم تا در مورد این موضوع صحبت کنیم و پروسه‌ای که پیش میره. ضمناً خانم دکتر بریه جیلانی از
پاریس تماس گرفتن روی فیسبوک، میگن که حال رفسنجانی خوب بوده و او را کشتن. پس این فلسفه دسیسه ادامه دارد. ممنونم آقای عباسپور، اگر در خاتمه صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه خداحافظی کنیم تا بریم سراغ دوست مشترکمون آقای شاهین ترکمن. در واقع میشه گفت که اطلاعات بسیار زیادی هست که حالا وقت امروز گنجایش این رو نداشت که من این اطلاعات خدمت شما عرض بکنم، ولی اطلاعات بسیار زیادی هستش که من میتونم در اختیار شما قرار بدم در مورد این مسئله و یگانهای سرکوب کننده و یگانهای امنیتی که در داخل سپاه امنیت قرار دارند و شناسایی این یگانها توسط مردم و بسیار از تجهیزاتی که این افراد در مواقع درگیری استفاده میکنن و طبقه بندی ورود سپاه امنیت به در واقع محوطه بحران در تهران یا مراکز شهرهای شلوغ ایران رو من میتونم در اختیارتون قرار بدم. امیدوارم که موقعیتی باشه برای اینکه ما بتونیم این مسئله رو با هم دیگه بررسی بکنیم و بتونیم افشاگری هایی بکنیم که برای اولین بار در شبکه مردم تیوی این کار انجام میشه. بسیار ممنونم از شما، باز هم بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم روزهای بهتری در انتظارتون باشه. مرسی. همچنین برای شما. دوستان عزیز، با آقای عباسپور بودیم از ترکیه. اجازه بدید از ایشون خداحافظی کنیم و بریم این دفعه به آقای شاهین ترکمان سر بزنیم. قبلا دو سه سال پیش با ایشون دو سه بار صحبت کردم، ولی مدت ها بود که از ایشون بی خبر بودیم و حالا باهاشون صحبت میکنیم. ولی این آقای عباسپور منو برگردون به سال 57 که در حکومت نظامی شیراز من بودم و یه بخشی آمد، اگه یادتون باشه اون موقع شبنامه پخش میشد و به ما گفتن هر شبنامه میبینید در خونتون میاد توی خیابون، دست داداشتون، دست مادرتون، هر کی، اینا رو بیارید. و نمیدونم، یادم نیست اونجا رکن دو بود اون موقع اطلاعات، بله فکر کنم رکن دو بود، خلاصه بدین به اونها. و بعد رسیدن به این نتیجه که یک سری از به اصطلاح افراد ارتش رو توی تظاهر کننده ها قاطی کنن. حتی به خود من پیشنهاد کردن که من گفتم آقا من شیرازی هم و توی شیرازم همه ما رو میشناسن، ضمناً با این موی کوتاهی که توی هوا برد معروف بود باید اینجوری مثل همین چیزای اینجا به اصطلاح چی بهش میگن سکین کات میکنن یه هم چیزی، گفتم همه میشناسن، که همون حرف من متاسفانه باعث شد گفتن که هر کی میخواد این کار رو انجام بده مجبور نیست که موهاشو کوتاه کنه، ریششو بزنه که بتونه به اصطلاح با اونهای دیگه قاطی بشه و بتونه خبر چینی کنه. در هر صورت حالا خوشحالم که این دوستمون میگه با وجود که قدرت داشته مردم رو اذیت نکرده. خود من شادم به دلیل این بود که توی شهر خودمون بود، شیراز بود، و وقتی مردم می اومدن میتونم بگم من 25% میشناختم. حتی به سربازایی که زیر دست من بودن میگفتم مگه اینا چی میگن که ما بخوایم بزنیمشون یا با اسلحه جلوشون وایسیم و اینها. به این صورت یه سری هم مردم رو نزدیم، اذیت نکردیم، هم شاید سربازایی که با من بودن، با کاظم آتشی بودن، اینها که از شیراز بودیم، اونها هم صدمه ندیدن. ولی سربازایی بودن که مردم تنها گیرشون می آوردن و همون موقع هم که خیلی دوربین و عکاسی و اینها نبود، طرف می گفت که بله عکس اینو گرفتن، مثلا داشته می زده یه نفر رو می بردن توی کوچه می زدن خونین و مالی ولش می کردن. دلیلشون هم این بود که وقتی اینو ول می کردن می اومد پادگان، اونای دیگه حساب کار خودشونو می کردن. بریم سراغ آقای شاهین ترکمان و ببینیم این دوست همشهری ما چی میگه و اوضاع رو چگونه میبینه. در رابطه با سلامتی افراد، مخصوصا اینایی که در سیاست هستن، چون همیشه با دروغ بزرگ میشن، هیچ وقت نمیان مثلا حتی اگه مریضن یه جایی بگن. شما همینجا نگاه کنید، خانم هیلری کلینتون این وضعیت بسیار بد رو داشت از لحاظ مغزی و اینها، هیچ وقت به مردم حقیقت رو نگفت. شاید یکی از دلایلی هم که به اصطلاح قبول نشد و اینها همین بود که با مردم رو راست نبودن. ولی همیشه اینجوری بوده و باید نگاه کنید که شاید
به اصطلاح ممکنه دسیسه‌ای هم در کار بوده. اجازه بدید من تصویر آقای شاهین ترکمن رو هم به سیستممون بدم و با ایشون سلام و احوال پرسی کنم. بهشون خوش آمد میگم. آقا خیلی وقته از شما بی خبر بودیم، کجایی، چه میکنی و شرایط رو چگونه میبینی؟ ضمناً یه سری عکس شما فرستادید، هر وقت خواستید بگید اون عکس ها رو من نشون میدم. اولا در رابطه با دوست جوانمون یه مقدار صحبت کنیم، نظر شما چیه درباره این دوستانی که میان، باید بهشون مشکوک باشن یا نه؟ اگه مشکوک نباشن که خب دولت هم سوء استفاده میکنه و اینا رو میفرسه حالا دیگه از این وری، و اگرم مشکوک باشن که این بنده خداها حقشون به اصطلاح از بین رفته و زندگی بدی میشه وقتی آدما به یک کسی مشکوک باشن که حقیقتا اون بنده خدا آدم خوب و درستیه. شما که خودت تو این شرایط بودی و شرایط رو گذراندی، پشت سر گذاشتی، یه مقداری ما رو آشنا کن با این شرایط به اصطلاح سختی که این دوستان باید پشت سر بگذارن. بفرمایید. درود بر شما و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان مردم تیوی. عرضم که بعد خیلی وقت شد الان من 3 سال با هم دیگه صحبت نکردیم یعنی بیشتر. بله بله. بعد ترتیب بچه‌ای که از سیستم میام میرن خب به شکل‌های مختلف هست دیگه. خب ما امثال مدی رو داشتیم، یادم میاد که مدی چی بود و چه کرد و بالاخره یه سری از اپوزیسیون هم به هم ریخت دیگه خودش. ولی خب من فکر می‌کنم که بچه‌ای که میام بیرون با حرفاشون شنیده بشه. در هر حال اگه عامل هم که باشه بالاخره چند تا حرف درست میزنه که اون عامل نبودنش اثبات. یعنی شما یه جوری حق میدی به مردم که به اینها مشکوک باشن، حقیقتا برعکس اون چیزی که همه میگن طرف بیگناه تا گناهش ثابت بشه، باید یه جوری اینا رو گناهکار دونست تا بیگناهیشون رو خودشون ثابت کنن. نه بله، بستگی اون رده کاری داره دیگه. باید ببینیم رده کاری چی بوده. اصلا کسی هست که ملزم به این باشه که گناهی انجام نه. باید ببینیم که اون فردی که میاد کی هست در ابتدا، کی هست، ابزارش چی بوده و چی در دست داره. وقتی بتونیم اینا رو کنار هم دیگه بذاریم، خب طبیعتا میتونیم بفهمیم که این شخص چیه، بنیه‌اش چیه و چجوری میتونه کار بکنه و آیا کاری که میکنه به درد میخوره یا نمیخوره. یعنی که من فکر میکنم باید به هر کسی فرصت داده بشه. بسیار عالی. شما الان وضعیت خودت چیه؟ پناهجویت قبول شده، پناهنده هستی دیگه، هر کشوری که هستی اگه میخوای بگی اونجا میمونی، هدفت اینه که یک کشور دیگه بری؟ یه مقداری از خودت بگو. برای این چند الان چند سال از ایران بیرون هستی؟ چون من دیگه الان فکر از 88 من بیرون بودم، الان خیلی وقت دیگه 6 سال بیرونی هست بخیر میکنم باشه. آره 6 سال فکر میکنم باشه، ولی به هر حال آره من تو آلمان هستم و خب اون دوران ترکیه و سختی ها و همه این چیزها الان خب طبیعتا یه محیط بهتری هست و حداقل میشه کار کرد. و تصور من این بود که هم به کشور اروپایی یا کشوری که به داخل مقصر حد میرسم طبیعتا خب همه چیز بهتر میشه، اپوزیسیونی هست، کاری میشه انجام داد، ولی حقیقت هیچ کدوم از اینا نیست. اصلا اپوزیسیون یه بحث خنده‌دار شده، یه چیز حالا توضیح میدم ضمن صحبتام، ولی من به امید این بودم که اپوزیسیون حقیقتا میشه با اینا کار کرد و افرادی هستن که حالا میشه باهاشون حقیقتا راه اومد، ولی دیدم نه اصلا هر چیزی نیست. بسیار ممنون. عکسای شما حاضره که فرستادید هر وقت خواستید. یه مرکز مطالعه. بله بله. بسیار خوب. من سعی کردم که یه مرکز مطالعه تحقیقات داشته باشم که بیشتر یه و بقیه از جهانیان رو نگاه بکنیم، یه مقداری برگردیم ببینیم جمهوری اسلامی چه دستاوردی داشته، چه کاری مثلا داشته. و اینکه سعی کردم اول از استراتژی جمهوری اسلامی شروع کنم و ببینم اصلا اینا چه کار میخوان بکنن و طبیعت دفاعیشون چیه، چیزایی که در دستشون دارن چیه. و فکر کردم که توی این برنامه میتونیم نشون بدیم به این آقایون اپوزیسیون که اینجوری نیست که هر رئیس جمهوری که وارد کابینه میشه یه تاثیرات رو دقیقه یه تاثیرات منطقه ایران میذاره. درسته موثر هستن، ولی اینکه بخوام فشار بیارم طبیعتا نمیشه. حالا امروز صرفه میکنم که توی برنامه اول
حالا اگه نیاز باشه باز ادامه بدیم. تو این برنامه اول بپردازیم به موقعیت استراتژیک معدی که قرار داره و چه میتونه بکنه با دولت‌های دیگه وقتی که بخوام سرکوبش بکنه. اینه که اول از تنگه هرمز شروع میکنه. اگه شما عموما بدونید که تنگه هرمز یه تنگه امنیتی برای جمهوری اسلامی هست، اون که تمام توانش میذاره برای موقعیت استراتژیک میتونه به دست بیاره. دو سه تا منطقه خیلی مهم براش هست. یکیش تنگه هرمز، دومی باب المندب است که تقریبا 50% کالا و نفت جهان داره حرکت میکنه و جمهوری اسلامی خیلی خواسته اونجا تاثیرگذار باشه. اگه جامعه‌تر نگاه بکنیم میبینیم که خلیج عدن و این مسئله دزدای دریایی و اینکه جمهوری اسلامی چقدر توان میذاره که حضور داشته باشه در بخش خلیج عدن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که حضورش همچین بی‌دلیل هم نیست. هیچ کشوری هزینه صرف نمیکنه که بخواد از کشورهای دیگه حمایت بکنه و کالاهای اونا رو سالم مقصد برسونه، به خاطر اینکه چه؟ به خاطر اینکه اون کشورها بتونن درآمد داشته باشن و امن باشه. نه، جمهوری اسلامی نمیکنه. میخواد نشون بده که ما مسلطیم بر باب المندب. یعنی اگه شما بخواید تحرکی رو ایجاد بکنید، طبیعتا ما باب المندب رو میتونیم ببندیم. و همین سادگی دو تا از مهمترین و استراتژیک ترین تنگه های دنیا رو گرفته تو دست. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که منطقه تنگه هرمز، همینطور که عکسش روی صفحه هست، همونطوری که میبینید از جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک هست که اینها اون قدرت استراتژیکشون رو به دست آورد. خب این دو تا چرا؟ به خاطر اینکه بقیه خلیج فارس عمق زیادی نداره، بقیه کشتی‌ها گیر میکنن، از بقیه مناطق بخوان رد بشن گیر میکنن. در نهایت مجبورن که از نزدیکی این دو تا تنگه، همینطور که نشون دارید میدید، قسمت آمد و رفت تنگه هرمز که از این دو تا جزیره دقیقاً مابین این دو تا قسمت هست، عمق خلیج فارس هست و تمام کشتی‌ها باید از اونجا رد بشن. اینی که امارات میاد ادعا میکنه که این جزایر عربی هستن و مال ما هستن و باید تحویل بدین، این جزایر نیست، به خاطر این قدرت استراتژیک که این دو تا جزیره هست که در دست ایران. خب تکلیف این دو تا مشخص شده سالها که مال ایران هست و بحرین داشت شده و اینا رو گرفته شده. اینی که قدرت استراتژیک در رابطه با خروج نفت، تو میدونید که تمام بخشای نفتی عراق، عربستان و جنوب ایران و حتی میدان گازی های خیلی بزرگی که تو ایران و این سه کشور هست، همشون برمیگرده به عمق خلیج فارس و از خلیج فارس اینا وارد میشن. عرب ها من یه سری فکر کردن، گفتم ما چیکار بکنیم که از دست این خلیج فارس راحت بشیم، این نخوان از اونجا این نفت رو ندرد کنیم. اومدن دو سه تا لوله کشیدن که یه بخش از سوریان بخواد بگاه، در حال که اینا اومدن لوله کشیدن، یه سر لوله از شرق عربستان خورد به دریای سرخ که بتونن از اونجا از طریق اون دو تا تنگه کانال سوئز و باب المندب بتونن رد. یه بخشیش هم آوردن از لایه بیرونی دریای عمان، یعنی دیگه نیازی نباشید در اون رابطه. شاهین جان اجازه بده صدات قطع و وصل میشه، اگر چیزایی رو داری که داری به اصطلاح مردم تی وی یا صفحه های دیگر رو میبینی اونا رو ببند که اینترنتت قوی بشه. ضمناً در این رابطه ای که میگی آیا عکس خاصی هست؟ چون این عکس ها اسم نوشته شده، مثلا همون تنگه عدن رو گفتی، بعد بستن تنگه نوشته، اینها اگه هست اینها رو بگی من نشون میدم. اون قسمتی رو که گفتید آقای تیمسار آریان پور هم که خودشون دریادار ارتش بودن در دوره شاه دقیقاً توضیح دادن و همین حرفی رو که شما میزنید ایشون هم گفتن. و جالبه که ایران هم نه یک بار که چند بار تهدید کرده حتی آمریکا رو و گفته اگر شما خیلی بخواید به ما اذیت کنید، وقتی که آمدید داخل ما اون تنگه رو با غرق کردن حتی کشتی‌های خودی میبندیم که به اصطلاح نبض دنیا بسته بشه. اجازه بدید من یک نصیحت دوستانه به این داداشمون آقای سعید امیدی بکنم. ما همیشه گفتن که طرف میشینه بیرون و از بیرون میگه لنگش کن. اتفاقا این کار اینجا درسته، داور میشینه بیرون، ضعف تیم رو میبینه و میگه که چه کار کن، تیم اون کار رو انجام میده. این دوست عزیزمون گله میکنه که چرا من از خاطرات خودم توضیح دادم، به جاش میتونستم از آقای امیررضا عباسپور بیشتر بپرسم.
شما میتونید آقای سعید امیدی یه برنامه رو خودتون تهیه کنید، با ایشون تماس بگیرید، مصاحبه درست کنید، هر جوری که دوست دارید تهیه کننده اون برنامه باشید، اون فیلم رو بفرستید، هزینهش رو پرداخت کنید، تلویزیون مردم، تلویزیون های دیگه به اصطلاح نشون میدن. قبل از اینکه ما به شماها بگیم گر تو بهتر میزنی بستان بزن، که ضرب المثل خیلی بدی هست اگر حقیقتش رو بدونید، لطف کنید یه مقداری به اصطلاح دخالت نفرمایید. بفرمایید آقای شاهین، ترکمان با شما هستی. بله، اصلا عکس اونجا ما در نوشته خط لوله، ما بی‌زحمت نشون. بله بله، خط لوله‌ای که کشیده شد از بله از سمت شرق عربستان به خلیج دریای سرخ و یه دونش هم از سمت امارات کشیده شد دریای عمان، که اینا بتونن رم نفتشون رو بدون نیاز به تنگ هرمز از اون دو قسمت رد کنن. زمانی که این اتفاق افتاد یمن شروع کرد به سر صدایی. خب اینا طبیعتا خب عربستان ناراحت میشه از این قضیه. یمن جاییه که اینا میخوان بعد از این که از این خط لوله استفاده کردن طبیعتا میخوان از یمن رو رد بکنن. خب طبیعتا اون نصفش دست یمنه و نصفش دست جیبوتیه، که حالا ما همیشه مسئله میکنیم که این جیبوتی چی بود و اینکه با ما ارتباط دارن. دلیلش رو میفهمیم که عربستان به خاطر اشراف جیبوتی بود که رفت حمایتشون کرد و کمک کرد که حالا به قولن ایران رو دیگه به رسمیت نشناسن و ما همگی میشناسیم و مسئله میکنیم که چرا جیبوتی چه تأثیر داره، ولی تأثیر اصلیش اینه که تنگه دستش هست، نصف تنگه دستمونه. ایران شروع کرد به ورود نیروهای مختلف نظامی برای امنیت عدن. وقتی نگاه میکنیم عدن در حاشیه استراتژیک یمن هست و از نقطه عدن تا نقطه جزیره میون که اینا کنار همدیگه هستن. اگه تو عکس شماره کنار دارید من بهتون بگم که اسمشو بگید چی نوشتی؟ اون عدن نوشت. عدن. بله بله دارم میبینم. اوکی. شما حالا دفعه آینده من یادم رفت. دقیقا شما... حاشیه بله بگو دارم نشون میدم. دقیقا حاشیه ساحلی عدن جایی هست قدرت استراتژیک نیروهای ایران برای اونها جلوگیری از دزدای دریا یا هر بهونه‌ای که دارن برای اونجا، این حاشیه رو گرفتن. به خیلی عربستان تلاش میکنه این حاشیه رو از دست اینا در بیاره که بتونه خیلی راحت از این تنگه استفاده بکنه و نیازی نداشته باشه. وقتی اینا فکر کردن که این کار انجام کنم خیلی هاشون هم که تو این حاشیه اولا جمهوری اسلامی رو قبول دارن ولی سنی مذهب هستن، شیعه نیستن. ولی خب تو اون قسمت کوهستانی و سمت چپ که به این دریا اکثر اینا شیعیان هستن، شیعیانی که چهار امامی هستن طبیعتا ایران حمایت شروع میکنه و چند سال قبل حدود 4-5 سال قبل اینا به ازای هر یه نفر 4 تا اسلحه ایران براش میفرستن. یعنی طبیعت یمن رو به دستش گرفته بود از بازه نیروهایی که میخواد استفاده کنند. در رابطه با این جزیره های کوچیکی که ما میبینیم، حالا این کشورهای حاشیه خلیج فارس حالا یه مدت سر و صدا میکنن جهت اینکه یه تنگه هرمز و نمیدونم تنب بزرگ کوچیک رو میخوان از دست ایران در بیارن، ایران شروع کرد یه مقداری از نظر استراتژیک اینا رو بررسی کرد. و اینا خیلی صدای شما قطع شد. آقای ترکمان اینا رو چیکار کرد ایران؟ چون اینا میخواستن اینا رو چیکار کرد؟ این کشورهایی که گفتی یا این جایی که شد؟ این کشور حاشیه خلیج و کشور حاجی خلیج فارس رو از لحاظ استراتژیک و منطقه‌ای بررسی کرد. یعنی چه مقدار سطح اینا چه مقداری بالا و پایین نسبت به دریا. بعد که دید که این کشور حاشیه خلیج فارس خیلی پایین هستن، استراتژیک دریایی خیلی در رنج پایینی هستن، ایران شروع کرد به ساخت سدهای مختلف، سدسازی کرد. الان شما اگه عکس رو نشون بدید، 4 تا عکس من براتون فرستادم در رابطه با سدها، شما اگه نشون بدید اون عکسو با فلش من مشخص کردم 4 سد در جنوب ایران هست. اسم عکس ها چی هست؟ اسم عکس ها سدها نوشتم. سدها آها حالا دیدم. بله
بله. اون عکس اگه نشون بدید، ما 4 تا سد داخل این منطقه داریم که یکی سد چرخه هست، یکی سد دل هست و 2 تا سد کارون یک و دو، که اینا هر کدوم تقریبا یه چیز حدود 7 میلیارد 8 میلیارد متر مکعب آب داره میشون جمع و اینا اکرم سد یکیشون سد به قولن اصولی هست و بقیه خاکی هست. فکر میکنم کارون یک باشه که بعد اصولی هست و واقعا برای آب گیره، ولی 3 تای اونا خاکی هستن که اینا اگه خراب بشن کل اون حاشیه خلیج فارس 12 متر 13 متر میره زیر آب. یعنی اصلا اینا نیاز به جنگ فیزیکی هم ندارن، حتی که اینا درگیری نظام پیش بیاره، کافی همین 3 تا 4 تا سد خراب بکنه تمام این کشورها میره زیر آب بدون هزینه فقط به ساختن 4 تا سد. اینه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینا اتحاد عربی درست کردن، نمیدونم از اون طرف نمیدونم اینا دست به دست هم دیگه دادن که حالا ما نیروهامون جمع کنیم تو امارات و نمیدونم عربستان و بعد حمله بکنیم به ایران. بیشتر شبیه نیم اصلا نمیتونن همچین عملی رو انجام بدن. در قسمت بعد مربوط میشه به جریانی که حالا اینا مبارزه با داعش، نگاه میکنیم که فلسفه مبارزه با داعش چی اصلا، جمهوری اسلامی چرا مبارزه میکنه، چرا باید تو عراق باشه. اگه عکسی رو که 2000 نوشتم اونو لطف بکنید بلید. اجازه بدید قبل از اون اعلام کنم آقای شاهین ترکمان، یک خانومی به نام ندا امین، تشکر میکنم که بیننده برنامه هستن، نوشتن که به زودی اطلاعات کاملی از صحبتهای ایشون منتشر خواهد شد. دوست عزیز منظورشون صحبتهای شماست دیگه. بله خیلی متشکرم از ایشون. بله خیلی ممنونم. و آقای سوربی خیلی مهمه که ما بدونیم منطقه استراتژیک ایران چجوریه. آقای سوربی تمام این جنگ با ایران در ارتباط هست، یعنی چه از این تحریم که اتفاق میفته چه از این صحبتایی که میشه، نگرانی از اینه که یه موقع جمهوری اسلامی مانع تجارت کشورهای دیگه نشه، یعنی اینکه چه مردم چه اتفاقی براشون میفته، یعنی اینکه نمیدونم اصلاح طلب کیه اصولگرا کیه، هیچ ربطی به کشورهای دیگه نداره. شما اگه عکس ارتباط نوشتم البته اینو باز بکنید من به شما نشون میدم که به مردم از این نشون میدم که داستان چیه. ببینید وقتی تنگه هرمز بسته بشه، وقتی که باب المندب بسته بشه، در از هیچ کدام از این کشورها دیگه توان مواجهه و توان تجارت ندارن. یعنی 2 تا نقطه که تو دنیا خیلی مهم من از راز استراتژیک و تبادل کالا و نفت و این چیز، 50% نفت که از اونجا رد میشه از باب المندب، تقریبا 25% جهان هم فکر میکنن از تو خرید فارس میشه. و این دو تا نقطه الان یکیش دست یمنه که تحت حمایت ایرانه، یکیش هم که دست خود ایران. حالا شما ببینید که اگه این دو تا تنگه بشه، این خط قرمزی که میبینید اون وسط، ببینید که در بالای اون خط که روسیه است. روسیه هم میدونه که تا از چند وقت پیش حمایت کننده ایران شده، خب تن از لحاظ زمینی دیگه از روسیه چیزی نمیتونن رد کنن. پایین ترش که دریان که میدونن از آذربایجان اصلا توان انتقال کالا نیست، خب دریان صاحبت میشه. پایین ترم که ایرانه، پایین ترم که خلیج فارسه، پایین ترم که میان که عربستانه که باز نمیشه ازش کالا رد کرد به دلیل اون موقعیت منطقه‌ای، پایین تر که میان یمنه، اون قسمت سمت راستش که دست القاعده، سمت چپش هم که باز دست نیروهای ایرانیه، یعنی کسایی که دارن ساپورت میکنن و یمنیایی که در تسلط ایران، یعنی از لحاظ زمینی اصلا امکانش نیست که اینا بتونن دیگه کالای شرق و غرب به هم دیگه پیدا بسن. اگر هم بخوان هزینه بکنن که آفریقا رو دور بزنن، یک تا 2 سال تو رو کشتی تا برسه و از لحاظ اقتصادی اصلا محروم سنه. پس اینا وقتی درگیری بین عربستان، درگیری لفظی هست بین عربستان کشورهای حاشیه فارس و ایران اتفاق میفته، طبیعتا نگران میشن کشورهای مثل اروپا، مثل هند، چین، کشورهایی که صادر کننده کالا هستن، خب طبیعتا نگران میشن چرا باید بجنگن. عکسی که 2000 رفت نوشته شده لطفا باز بکنید برای مردم ببینن. اطراف ایران تماما پایگاه آمریکایی است که همه میدن، پایگاه آمریکایی که در آذربایجان هست، در ترکمنستان، در جنوب ایران هست. اطراف سال 2001 اینا اومدن افغانستان گرفتن، حمله شده و اون جریان 11 سپتامبر اتفاق افتاد، اومدن گرفتن سمت راست ایران گرفته شد.
سمت چپش هم که عراق بود سال 2003 حمله کردن و صدام ثابت کردن و گفتن خیلی خوب چهار طرف ایران دقیقاً دور تا دور ایران حاضر بود برای جنگ. و سال 2006 اینا گفتن که ما اول باید امنیت رو تامین بکنیم، وقتی امنیت اسرائیل تامین شد ما میتونیم به ایران حمله نظامی بکنیم. و تقریبا فکر می‌کنم سال 2007 یا 2008 اینا طبیعتاً می‌خواستن به ایران حمله بکنن. سال 2006 وقتی جنگ بین اون جنگ 33 روزه و 22 روزه که اتفاق افتاد بین اینا اتفاق افتاد، اینا دیدن که نمیتونن این حزب الله کوچولوی چپی میکنن یه چیزی در حد چند تا شهر ایران خیلی کمه اون قدرتش، نتونستن اینا رو سرکوب بکنن. خب ایران هم تجهیزات نظامی میداد و هنوز هم میده که خود سید حسن نصرالله اومد گفت که آقا ما هر چی داریم از ایران داریم، همه رو میدن، پولا هم ایران میده، اصلا هم ایران میده، تموم شد همه رو. بعد اون جنگ سرزیده که ندونستن موفق بشن، یه سری از معادلات اینا توی عراق و افغانستان به هم خورد، خود به خود کشور عراق افتاد دست نیروهای ایرانی. و ببینیم که اونام شیعه هستن و طبیعتا طرفدار نیروهای شیعه خودشون، با این جنگ 8 ساله تجربه شد ولی بازم دنبال هم میگه. و یکی کسی صحبت میکردم از سران یکی از کشور بزرگ به من گفت آقا عراق مال ایران، ما اصلا کاری باش نداریم، اصلا در رابطه با اون نمیخواد صحبت. و در نهایت اینا وقت عراق رو به دست آوردن نیروهای ایرانی، سوریه هم که قرارداد استراتژیک مشترک با ایران داشت، قرارداد نظامی داشت، و عملا ایران زمینی رسید به بالای سر اسرائیل، یعنی هم سوریه مشرف اسرائیل، حزب الله لبنان مشرفه، و اینکه عراق هم به دست آورد. طبیعتا این واکنشی که اتفاق افتاد، نیروهای که حمله نظامی به ایران نخواهند افتاد، یعنی حداقل تا این زمان. وقتی این اتفاق افتاد اینا گفتن ما باید یه دیوار حائل بین سوریه و ایجاد بکنیم که این دست و این بازویی که بودن ایران داره قطع بشه، یعنی این حمله سریع تجهیزات نظامی، حمله کالا و مواد غذایی از این کشوری که گفتم عراق، سوریه و لبنان یه کمی کوتاه بشه. اینا آمدن چیکار کردن؟ داعش رو درست کردن، این داعشی که طبیعتا اومد این دیوار بشه بین اینا. الان هست که میفهمیم چرا ایران داره اونجا میگیره، جنگ ایران با داعش ولی چیه، چرا داره از خودش دفاع کنه. همه میگن اگه با داعش نه جنگ فردا خب این میتونه یه فلسفه و یه نظریه باشه، ولی خیلی هم آقای ترکمان خیلی هم میگن که القاعده و نمیدونم طالبان و داعش به وسیله آخوندها درست شدن. طبق صحبت های شما این حرف اصلا درست نیست. نه خب چرا باید این کار بکنن وقتی یه محیط امن دارن، راحت میتونن بالا سر اسرائیل باشن؟ چون ایرانی ها بارها اعلام کردن گفتن هر جا ما حمله کنیم ما اسرائیل میزنیم. چرا؟ چون که فکر میکنن تمام این دستیزهایی که داره برایشون اتفاق از طرف اسرائیل آب میکنه. اینه که دلیل من نمیبینم که اینا بخوان یه نیروی حالا اونجوری درست کنن که بعد خودشون بجنگن وقتی اون محیط امنه. بعد طبیعتا چیز جالبی در نمیاد که اینا بخوان همچی کاری بکنن. به هر حال ایران میخواد که قدرت باشه، یعنی میخواد معادلات خاور خودش بگیره. شادی نیستن این اتفاق بیفته، ولی من شخصه خودم فکر میکنم که اگر ما یه ایران قدرتمند داشته باشیم که حرفش خریدار داشته باشه، یعنی من اصلا فرق برام نداره که آدم آخوند اونجا نشسته، شاه نشسته، هر کسی، اون اصلا مهم اینه که ما یه کشوری داشته باشیم طبیعی، کشوری که بتونه حرف خودشو بزنه، کشوری که بتونه تو معادلات کل جهان اثرگذار باشه، و با هر کسی هم که ما صحبت میکنیم از خارجی ها میگن ایران خیلی قویه و واقعا هم میبینیم. این مسئله کاملا جداست از مسئله اینی که آقا تو ایران بدی میکنن، مردم تحت فشارن، زندانی سیاسی داریم، اینا کاملا از اون جدا. ولی اینا تونستن این منطقه رو یه جوری نگه دارن که هم متحد منطقه‌ای داشته باشن که بتونن تاثیرگذار رو معادلات جهانی باشن، از نظر من خیلی خوبه. بسیار ممنون آقای ترکمان. همین مشکل صدا داریم، بله همین که به پایان قسمت اول برنامه رسیدیم، ولی من میخوام از شما یه قول بگیرم قبل از اینکه بریم که جبران اون سالهایی هم که با هم نبودیم بشه. هفته آینده
یه برنامه داشته باشیم، حتی من اگه بتونم یه برنامه فوق‌العاده بذارم که با شما باشم، احتمالاً اگه شما خواستید اون دوستتونم به عنوان مهمون برنامه باز بیاریم که این آقای سعید امیدی هم از ما خوشحال باشه. یه سوالی فقط من دارم، شما قبلا هم وقتی صحبت کردید من دیدم که درباره این موضوعات خاورمیانه آگاهی زیادی دارید، ولی سوال من از شما اینه، الان که تو آلمان هستید آیا دارید رشته خاصی رو میخونید، دارید تحقیق میکنید؟ چون اصلا شما فرق کردی با دو سال سه سال پیش، حالا بگذاریم که ریش پروفسوری گذاشتی ولی کم کم داری پروفسور میشی. چه کار داری میکنی؟ داری میخونی؟ تحقیق میکنی؟ والا آقای سوربیران فکر کردم دیگه از حوزه این که ما بشینیم مسائل سیاسی ایران رو برنامه کنیم اصلا دیگه توانش نیست، حوصله‌اش هم نیست، چون هر کسی رو ببینید یه تریبون فیسبوکی یا یه چیز دستش گرفته صبح تا شب نظر هم حوصله‌گیری با اونا ندارم. اینه که فکر کردم که یه مرکز مطالعه تحقیقات داشته باشم که حالا دارم کارهایی میکنم که به قولن شروع کنم این کارو. من فکر میکنم که اگه ما رو قدرت ایران حساب بکنیم و بتونیم اینو بزرگش بکنیم، قدرت ایران نه قدرت ایران، بتونیم تو خاورمیانه سهممون خودمونو بگیریم، این کار خیلی بزرگیه. بسیار ممنون. یه سوال دیگه از شما دارم، چون دیدم که از دیروز تا امروز خیلی ها خوشحال شدن. من هفتم تیر بود کی بود وقتی که منفجر کردن، حالا باز این اگه دوستمون شکایت نکنه، من اون موقع رفته بودم به اصطلاح دبیر هنرستان که بودم، اون روز تعطیل شد و گفتن که به اصطلاح اون دفتر چیز منفجر شده، دفتر حزب جمهوری و اینها. خیلی ها تو خیابون حتی شیرینی به اونو میدادن، چون حالا مراسم ختم و اینا بعضیا خورما و شیرینی میدن، بعضیا متوجه نمیشدن. ولی حالا شادی کردن از اینکه آقای رفسنجانی از بین رفته، مگه خمینی از بین نرفت؟ هیچ چیزی آب از آب تکون نخورد. من متوجه نمیشم این دوستان این شادیشون برای چیه؟ ای کاش برای ما هم توضیح میدادن. شما میتونید بفهمید که نه. بله بفرمایید. شادیشون عدم اطلاعات سیاسی خاطری که من فکر میکنم الان که هاشمی رفته، البته هاشمی های مختلفی از خودتون میدونید دیگه، همتون آشنایید، ولی الان که رفته کشور طبیعتا در خامنه ایه و این خیلی ترسناک میتونه باشه. هاشمی یه سوپاپ اطمینان بود، هر جایی به قولت خامنه ای یه کمی کج میره این اون ترمزدیه رو میکشید، ولی الان یه ماشین داریم که بخور ترمزدیه نداره، خیلی خطرناک میتونه باشه با نبود رفسنجانی. بسیار ممنون، خیلی اتفاقا میتونه بشه. بسیار جانشینی هم نداره بود. بله آقای ترکمان از شما ممنونم، با هم در تماس باشیم. اوکی منم از شما ممنونم، شبتون بخیر، روزتون بخیر. خیلی ممنون، متشکرم که با ما بودید. خب خدا نگهدار. دوستان عزیز با آقای شاهین ترکمان بودیم، ایشون روی فیسبوک فعال هستن و جوانیه که وقتش رو و عمرش رو به بتالت نگذرونده، حالا که رسیده به آلمان و همون موقع که توی ترکیه بوده یه نگاهی کرده گفته بله. اتفاقا درباره آقای عزیزان هم من همچین چیزی رو گفتم، گفتم اولی که اومده بود فکر کرده بود بله اینجا اینا، بعد یکم صبر کرده بود، نگاه کرده بود به دور و برش. بعضی وقتا حتی توی غرق شدن اینو میگن شما همینجوری الکی دست و پا نزن، شاید داری میری به طرف جایی که آبشار میندازدت پایین اصلا میمیری، یکم صبر کن، دور و برت نگاه کن، ببین کدوم بر کدوم ساحل نزدیکتره، به اون طرف شنا کن. حتی اگه اونجا خونه خودت نباشه، خونه شما این ور باشه. اجازه دارم آقای امیدی داستانی رو بگم. سال دومی بود که اومدم آمریکا، خب اینجا تو این پارکا میری قایق کرایه میکنی، نمیدونم 10 دلار 8 دلار میدی یه ساعت قایق کرایه میکنی، لابد حالا اونم گرونتر شد. ما هم دو تا بچه کوچولو داشتیم، قایق کرایه کردیم، اینا رو سوار کردیم رفتیم. قایق توی یک جایی که دریاچه هم نبود، اصلا چی میگن؟ اینجا بهش میگن من میل دیک. بعضی وقتا اینا رو میسازن برای آب بارون به اصطلاح راه نیفته تو خیابون، اینا آب بارون اونجا جمع بشه بعد به مرور زمان پخش بشه و دورش رو پارک میکنن و کرایه میدن اینا. ما هم یکی از اینا رو گرفتیم. اینا قانونا باید اگر میخواد هوا ابر و بارون و نمیدونم رعد و برق و اینا کرایه ندن، این یک.
اگر یه دفعه یه جبهه بارون اینا میرسه، اینا با اون قایقای موتوریشون رو سریع بیان شما رو بکشن بیارن، یا بگن که بیا. اینا بیمش جوونی نشسته بودن اونجا برای خودشون شوخی میکردن و ما اون کف اون وسط موندیم. خدا نصیبتون نکنه رعد برق بارون. بارون هم که میگم دوستان مثل توی فیلم ها هستا که میخندیدی میگفتی بابا این کارگردانه دیگه عجب شیر آب باز کرده میخواد به ما بگه بارون میاد. واقعا همینجوری بود، رعد و برق میزد. این قایق ما هم آهنی بود، آلومینیومی بود، اصلا صدای جوشکاری و آهن و جرقه و آب و اصلا اینی فیلم وحشتناک. و ما هی تلاش میکردیم که پارو بزنیم برگردیم اونجایی که به اصطلاح خودمون نشسته بودیم و کرایه کرده بودیم آمده بودیم. باور کنید اگه این همه پارویی که من زدم یه دومش یه سومش رو زده بودم در این جهت، باد و جریان آبم به من کمک میکرد که زودتر برسم. اینه که بعضی وقتا افرادی مثل آقای شاهین ترکمن که میان خارج واقعا باید یه 15 روزی 10 روزی صبر کنن، هیچ کاری انجام ندن، نگاه کنن موقعیت خودشون رو. خیلی قشنگ گفت آقا هر کسی، حالا تا دیروز هر کسی ناکسی یه تلویزیون دستش بود، امروز که دیگه شما یه تلفن بگی دستت، شما با این تلفن بزن میری رو فیسبوک لایو. نمونهشو دیدی آقای دوستمون آقای قشقایی داره رانندگی میکنه شب نصف شب میزنه با دوستان حرف میزنن خوابشون نبره تا برسن به مقصد. فکر خوبیه. یه عده دیگه هم تو خونه تنها هستن، از به اصطلاح وقت ایشون که براشون گذاشته استفاده میکنن، ممنون میشن. بعد شاهین گفته خب چه فایده داره که منم بشینم همین حرفا رو هی ذکر مصیبت. حالا اومد یه چیزایی گفت که والا من همش فکر میکردم خب این ایران این جنگ های بهش میگن پراکسی وار یا جنگ های نیابتی، این جنگ های نیابتی چیه که مثلا توی یمن داره با عربستان سعودی میجنگه. بعد یه دفعه میاد این راجع به این تنگه میگه، یا اون دفعه این جیبوتو یادتونه چقدر مسخره میکردیم ماها دیگران که آقا این جیبوتو اصلا کدوم کشوره، جیبوتی کیه، کجاست، چرا احمدی نژاد میره پول میده اونجا. حالا میفهمیم چرا، و اونا رفتن پول بیشتر دادن خریدنش یا پس خریدن، که حتی یه جوونی ولی جوونه از این تندرواست که میتونه جلو روحانی وایسه اینجوری بهش دروبری بگه، یه جوونی وایسه بهش بگی که آقا حتی کشور جیبوتی هم شما، جیبوتی هم شما رو مسخره میکنه. در صورت اگر مایل هستید برنامه‌های مثل این برنامه‌ها رو حمایت کنید تا ما بیشتر این دوستان جوان رو بیاریم، اطلاعات تازه‌ای داشته باشیم، بفرمایید. ولی اگر میخواین همون دوباره چنین گفت رستم به اسفندیار، منم بهتر از دیگران، برو الان اون سنگک بیار، تلویزیون های دیگه هستن، من نه وقتشو دارم نه حوصله‌شو دارم. ولی این کار اگه بخواین انجام بدید خرج داره، وقت باید بذاریم. اجازه بدید که من چون همیشه درد دلای خودم رو میگم و باور دارم که شماها هم همین مشکلات رو دارید به یه نوع دیگه در کارتون، در شغلتون، در روابط خانوادگیتون، اینه که 18 سال دارم این کار رو میکنم، همه میگن برنامهات خسته کننده نیست، خیلی متنوع، ممنونم، شادم ما رو سر کار گذاشتن. بالاخره تا روزی که وقت داریم پول داریم انجام بدیم، روزی هم که حوصله نداشتیم وقت نداشتیم بریم دنبال کار خودم. ولی این ماجرای تلگرام الان توی ایران به دلیلی که همین تلگرام، دوستان یادتون باشه که گفت ما تو ایران نمیریم چون ایران آخوندا به ما گفتن باید سانسور کنی یا چیزا رو به ما گزارش بدی، ما نمیریم. هر یه دفعه پدر سوخته گفت آره ما میریم، ما اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، ندیدیم، صدای جلینگ جلینگش رو نشنیدیم. حالا تلگرام رفته شده نمبر وان سوشال مدیای ایران. دوستان تماس میگیرن، حسین عزیز از گیلان تماس میگیره، آقای حسن خزایی شیرازی از فلوریدا تماس میگیره، آقا تلگرام، داریوش از آلمان تماس میگیره، آقا تلگرام، آقا تلگرام چی چیه، تلگرام مال قرن 18 و 19 بود تموم شد، نه آقا این یه برنامه جدیدیه. چشم، میریم دنبالش، میان میزنیم. حسن آقای گلمون خزایی میاد چند تا خبر میفرسته، بعد یه دم میگه آی سوربی من توی تلگرام شما گم شدم، خودمو نمیتونم پیدا کنم، شما منو پیدا کن اضافه کن.
میگم حسن جان در بیخبری، حسن آقای گل، کاکو جون صد مرحله من پیشم، شما بیخبر از تلگرام، من بیخبر از خیشم، من خودم رو نمیتونم پیدا کنم، اصلا نمیفهمم کانسپتشو. و ای خوب بشه اون رو... ای کاش بیاد اون روزی که اگه چیزی رو نمیفهمیم بیایم با شجاعت شهامت نگاه کنیم تو چشم دیگران، بگیم آقا حسین، آقا حسن، دوتاشنم حسن و حسینم، نمیفهمم اینو، بلد نیستم. خیلی ممنون داریوش اون روز یه عکس گرفت فرستاد، گفت که با تلفن اینج... گفتم آقا جون اون جوکر شنیدی که میگه از اینجا اینجوری به نظر میرسه، حتی با تلفن رفتم روی تلگرام، مال آمریکا یه جوری دیگه است. با همه اینا من روی تلفن تلگرام و اینا رو نصب نمی کنم، من هنوز از تلفن به عنوان تلفن همراه، تلفن امرجنسی استفاده میکنم. این یه آقای هست something black، الان اسمش یادم رفته، نگاه کنید، میگه که رفتم تو این فروشگاه اپل، گفتم آقا این آشغالو بگی همه چیزاشو بریز دور، یه تلفن به من بده، میخوام تلفن بزنم. اینجوری حسین آقا امروز من میگه آقا شما سال 2016 مصاحبه های انجام دادی، حالا خوشش اومده از آقای ضیا مصطفی زاده، و مصاحبه های این رو به صورت صدا بفرست روی تلگرام. میگم قربونت برم، اولا من یادم نیست امروز صبح چی خوردم، دوم من آقا شنیدی میگن وقت طلا است؟ حالا درست فامیلی ما سربیه، ولی باور کن وقت ما هم طلاست، حالا طلا تو سرمون بخوره، وقت ما سربه، اقلا ارزش سرب رو که داره. دوست عزیز شما شنیدی میگن آمریکا نیست امریکار هست؟ من 14 سالم نبوده بابام برای نرم سربازی بفرستم اینجا، ضمناً 14 سال پیششم آمریکا دنیا آمده باشم، وقتی مامانم حامله بوده، بابام چون خیلی ایرانی وطن پرست بوده پولای دزدی رو آورده اینجا برای ما همه تولدمون آمریکا و اینا. من 30 سالم بوده با دو تا بچه اومدم آمریکا، همین که تا امروز تونستم این لباسه تنم باشه، والا با 100 تا بازوبند و شلغم و نمیدونم دعای چی به بازوم ببندن نمیرسیم. آقا همین حسین عزیز میگه آقا خوب شد اومدی، حالا ببین انقدر بهت میپیوندن که دیگه نمیدونی چی کار کنی. آقا نمیخوام بپیوندن، همه الان که نپیوستن من نمیدونم چی کار کنم. یاد این ماجرا افتادم که من از یه کوهی میخوام برم بالا. آقای فرخیان هر جا هستی واقعا عمر طولانی باشه و امیدوارم سلامت باشی. دیدم عکساش با عصا هست بنده خدا. این آقای فرخیان هر وقت میرفتیم کوه میخندید، میگم که هر کی دیدید اون آخر یواش یواش میاد بالا فس فس میکنه این کشتیگیره، چون کشتیگیش چیز سنگینی بود، درست این وزن بردارا میرفتن اینجوری اینجوری میکردن، ولی وزن برداره داشت با خودش زور میزد، مقابل یکی دیگه زور نمیزد، هر وقت خستش میشد مینداخت زمین، و دیده بودید که این هالترا رو همچین مینداختن زمین، زیرش پلاستیک میذاشتن، زیرش پتو میذاشتن، زیرش چوب میذاشتن، ولی کشتیگیر بدبخت که نمیتونه هر وقت دلش خواست ول کنه، داشت گردنش میشکست ولی زور میزد. حالا این ماجرای انقدر میان که نمیدونی چه کار کنی، زدی به هدف، درست گفتی. آقا من دارم خودم رو از این تپه دیگه کوه که نمیریم، از این تپه بالا میکشم لنگان لنگان، خب چند تا دوستم بیان به ما آویزون بشن چه فایده ای داره؟ بله اگر حسن خزایی که تلگرامو زودتر از من داشته بگه به چه خوب شده آقای سربی اومده اینجا، از امروز من برنامه های تو رو برمیدارم برای دیگران میفرستم، نه اینکه آقای حسن خزایی هم این کامیون یه صدتای لینک برای من میفرسه، نمیدونم بی بی سی این گفت، بی بی سی عزادار شد، رفسنجانی مرد، ترامپ اینو گفت. آقا تو رو خدا یکم خودتون رو جای دیگران بذارید. البته دوستمون حسین لط کرده بود نوشته بود شما نیزاشتی من بخوابم، یادم میاد سالها پیش تلویزیونای کالیفرنیایی دیورینگ ویکند توی ایام آخر هفته همشون میرفتن عرق خوری و قماربازی و اینها، ما اینجا یه مشت جوون 22 نفر جمع شده بودیم مینشستیم برنامه میذاشتیم، مردم از کالیفرنیا زنگ میزدن میگفتن درد و بلای شما که یه تلویزیون فسقلی باز کردید، اون موقع تلویزیون رنگارنگ بود، بخوره تو سر این تمام تلویزیونای لس آنجلس،
میگفتیم چرا؟ میگو آقا همهشون رفتن لاس وگاس دارن قمار میکنن یا پای منقل وافور و پای میز عرق هستن، شماها نشستید اینجا 2 صبح 3 صبح ویرجینیاست، ما هم نشستیم پای پای شما. بعضی هاشون به شوخی نفرین میکردن، میگفتن شما نمیذارید ما بریم سر کار فردا صبح و فردا صبح رانندگی میخوایم بکنیم یا بریم سر کار، به اصطلاح مشکله. بله میگه که آها خانم ندا امین اطلاعات بیشتر را برای آقای امیررضا عباسپور گفتن. خیلی ممنون آقای عباسپور از این توضیحتون، خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم. با اون آقای سعید امیدی تماس بگیرید، اگر افرادی هستن که حاضر باشن برای شما برنامه بگیرن، شما رو سپورت کنن که شما همین کراواتی که داری فردی کراوات دیگه بزنی، همین که امروز نورت کم بود یه چراغ 10 دلاری بگیری اونجا بذاری، نه اینکه همش بخوایم. بابا بس مفت خوری. گفت چی؟ حرف مفت؟ این اصلا حرف مفت کدوم؟ شما بیاین توی یه کشوری به من بگید یه کشوری هم هست مثل ما داره حرف مفت دیگه بسه. ماجراشو میدونید، تلگراف، همین تلگرامی که امروز شما دارید، میارن تو ایران، مردم میترسن به هم تلگرام بزنن. رئیس مخابرات میگه آقا بگید مجانیه، تا میگه مجانی صف میبندن، الکی به هم دیگه تلگراف میزدن. سولبی به باباش تلگراف میزنه، بابا سلام خوبی؟ باباش میگه خوبم آقا، من همینجا هستم، شما میری تلگراف خونه برای من تو شیراز تلگراف میزنی؟ بمانه. بعد یه مدت که مردم عادت میکنن، حالا دیگه سوربی میخواد بره بگه آقای نمیدونم بابا من کازم پول لازم، تلگراف خونه میگه حرف مفت تمام شد، تابلو میزنن، ملت ایران براشون تابلو میزنن، حرف مفت تمام شد. بذارید یه ماجرای رو بهتون بگم. من قرارم با آقای عباسپور چهارشنبه بود، آقای سعید امیدی یکم جا خودتو به جای دیگران، چون چهارشنبه 1 ساعت برنامه داشتم، ساعت بعدش با آقای یزدان خداوندلو بودم، به این جوون تماس گرفتم، 3 شنبه یا 2 شنبه تماس گرفتیم صحبت کردیم، تلفنش قطع شد. گفتم 4 شنبه 1 ساعت زودتر من از شما میام صحبت میکنیم، مجانی مهمون من هستی، ولی برو اینترنت تو درست کن. وقتی رفته گویا اونجا مشکلی پیدا کرده و اینها، بعد من آقای شاهین ترکمان که گفت با این گفتم من دیگه مصاحبه نمیکنم، من یه بار مهمون دعوت میکنم، خوراک آماده میکنم، اگر مهمون نیامد این خوراک رو ریختم دادم به سگمون یا ریختم توی خیابون، یا تو خیابون که نمیریزن، تو سطل آشغالی. دیگه دوباره اگه اون گفت میخوام بیام، نمیگم بیا امروز برات چلو کباب میخرم. برام تعریف کرد آقای شاهینه ترکمان، گفت آقا این اینجا مشکل پیدا کرده بوده و اگه میخوای من تمام نوشته هاشو میفرستم. گفتم نه، من حرف شما رو قبول دارم و بیاد امروز مهمون من باشه. به غیر از این خود شما هم مدتی هست با هم صحبت نکردیم. ایشون گفت اتفاقا من میخوام در رابطه با این سوغلجیشی یا همون جایی که جیوگرافیک چیز هستن، به اصطلاح از لحاظ جغرافیایی جاهای مهمی هستن، میخوام درباره خاورمیانه صحبت کنم. گفتم باشه. گفت یه سری عکس، گفتم عکس‌ها رو بفرست. یادم رفت بهش بگم این عکس‌ها رو شما با شماره بفرستی بهتره، چون ما لیستی که اینجا میاد اینا به ترتیب شماره است، من تو سیستم که میذارم. شما وقتی گفتی عکس 1 فوری میرم بالا، گفتی عکس 12 میام پایین، ولی وقتی میگی عکس بندر فلان هی باید توی بی توی اینجوری بگردم. در صورت بازم برنامه بدی نشد، ما امکاناتمون خیلی کمه. ممنونم از دوستانی مثل منوچهر عزیز که خدا منوچهر این دقتی که تو داری، یا این تندالر، این 10 دلاری که برای من میفرستی، این 1000 دلار ارزش داره. فهمیدی 10 دلار ماه قبلت کجا خرج شد؟ تو پنسیلوانیا. حالا این 10 دلار هم اینجاست. دو تا کاغذ اینجوری، یه کاغذ رو نصف میکنه میبره، این پوله رو میزنه چسب میزنه و یه یادداشت دوستانه مینویسه. 3 ژانویه 2017 آقای سوربی سلام، چه خط قشنگی هم داره، مبلغ 10 دلار برای ماه ژانویه 2017 ارسال میدارم، برقرار باشید منوچهر. از کجاست؟ از بوستون. یکی دو بارم برنامه داشته، توی تلویزیون صحبت کرده، حتی یه سری کتاب میخواد بفروشه، اگه میخواین تماس بگیرید. بیچاره کامپیوترش خراب شده و یه مدت هم از لحاظ کار مشکل داشت.
بمانند. امیدوارم کامپیوترش درست بشه، بتونه یه برنامه بذاره، کتابایی که داره عکس بگیره، بتونه بفروشه، ولی من به نوبه خودم از شما ممنونم. این بمانند. یه دوستی برنامه آقای دکتر افشارها رو دیده و دیدید که آقای دکتر افشارها میگه که من مثل دیگران نیستم بیام حرف مفت بزنم، من حتی اگه میخوان کسی بیام باید هم پول برنامه شما رو بدن هم پول برنامه خودم. یادم میاد که به این آقای جاوید شهافر گفت شما به من میگی بیا صحبت کن، باشه من میام، ولی پول برنامه رو بده، پول ساعتمو بده. آقای شهافر گفت اوکی چقدر؟ گفت ایشون من 1500 دلار میگیرم میام صحبت میکنم. آقا برای خودمون باید ارزش قائل بشیم، ولی الان میشیم مثل سوربی. سوربی میگه 20 دلار، طرف میگه آقا 2 دلار، تازه بعدم میگن آقا مأمور جمهوری اسلامی ها، عجب الاغی اونا دیگه هستن. بمانه. سلام جناب سوربی. آره این یه آقاییه که حالا اسمشو نگم، پنج تا برنامه برای آقای افشارها خریده یا پولیشو داده. ایشون نوشته که با کمال تشکر از زحمات بیدریق شما که در راه ایرانی و ایران متحمل می شوید، شاید زمانی در یک گوشه جهان شخصی درسی بگیره و چیزی بیاموزه. این مبلغ ناچیز علل خصوص متعلق به برنامه آقای کاظم افشارهاست که امیدوارم 5 جلسه آن را پوشش دهد. جای بسی امیدواری است که با این قدم من هم گوشه چرخ این عرابه که شما آن را به حرکت درآورده اید گرفته باشم. با تقدیم احترامات اسمشون رو نوشتم. ممنونم از شما. دیگران سعی میکنن ما چرخی هم که داریم قشقش میکنه و میریم. دیدید دیگه قشقش کردن یعنی همین. شاهین ترکمان با کامپیوتر وبسایت یا فیسبوک خود ما رو هم گرفته، اینترنتی که ایشون توی آلمان داره احتمالاً اینترنت وایرلسه، باید بهش میگفتم همه چی رو قطع کن، حتی تلفنت رو که میره روی وای فای خونه قطع کن. یادم رفت، فکر کردم چون بهش گفتم به اون دوستمون بگو چیزا قوی باشه، خود این کارو کرده. با این لنگ لنگان قدمی برمیداریم، تازه آقای سعید امیدی میاد میگه آقا چرا حالا خاطرات خودت گفتی؟ من نشستم اینجا میخوام خاطرات ایشونو گوش کنم. دفعه دیگه آقا شما زنگ بهش بزن، یه مصاحبه نیم ساعته درست کن، سوالات مطرح کن، جوابای ایشون رو ضبط کن، بفرست اینجا، یه مبلغ ناچیزی هم بده پخش میکنی. اینقدر به این و اون دستور ندیم. این آقای صادق کیه دکتره؟ دیگه گفتم من نمیدونم چرا ما ایرانی ها از همه طلبکاریم. تا صادق زیبا کلام، من خیلی هم ازش خوشم نمیاد. خب ببینم ایشون چی گفته. سلام و سپاس از شما، من ندا امین خبرنگار اسرائیل تایمز هستم و از آشناییتون خوشحالم. به به، تا بیاد شماها بیان خانم ندا امین. من ممنونم، متشکرم، خوشحالم که مخصوصا خانمها، چون همیشه گفتم خانم توی ایران ماها به شماها زور گفتیم، دانسته یا نادانسته، از بابامون یاد گرفتیم، از نمیدونم برادر بزرگترمون یاد گرفتیم، به شماها زور گفتیم، شماها رو سانسور کردیم. خب ای داد بیداد، حالا اینجا که آزاد هستید چرا شماها خودتون رو سانسور میکنید؟ خب بیاین استفاده کنید، برنامه بذارید What Women Want، چیزی که زنا میخوان. ببخشید منظورم چیزای سکسی نیست، چون یه مشتی از ما دیوونه ها دنبال این فیسبوک اینا فقط این هست که اگر یه عکس سکسی بذارن قنبل نمیدونم جنیفر لوپز باشه 6000 تا لایک میگیره، ولی طرف داره توضیح میده که آقا چرا ایران داره تو یمن میجنگه، چرا داره با جاش میجنگه، بعد طرف میگه آقا این چیه، یه موزیک بذار برقصیم. حمله تروریستی، چون شما گفتی اسرائیل، بریم اسرائیل. حمله تروریستی با کامیون در اورشلیم، این هم از اسرائیلی که هی گفتن آقا داعش، خب اگر اسرائیلی نیست چرا به اسرائیل حمله نمیکنه؟ البته معلوم نشده که این داعش بوده یا نبوده. اجازه بدین ما این دستگاه اتوماتیکمون رو که میچرخه و به شما میگه که امروز چندهم هست توی فیسبوک اینو نشون نمیده. خب میگه که اما متاسفانه همچنان سکوت میکنن. نمیدونم چون دو جا چیز می‌نویسین، یکی تو صفحه عمومی ندا خانم،
اصلا شما اگه میخوای زنگ بزن من گوشی رو برمیدارم 202-695-2573، یا زنگ بزنید پیام بذارید، یا با اسکایپ با شاهین و با همین دوستمون آقای عباسپور تماس بگیرید. شما بیان اصلا دو سه روزی یه بار یک تفسیر نه خبرها رو به ما بگید. من مثلا میبینم خود منم نوشتم خبر فوری. خبر فوری یعنی چی؟ خبری که اتفاق افتاده چه فوریتی داره؟ بله فوق‌العاده، بله قابل توجه، بله، ولی خبر فوری مگه من اینو درست کردم کشتم رفسنجانی رو که بشه خبر فوری؟ ولی آرمش آمادن، بی بی سی هم زده، ما هم به اشتباه میزنیم. دیروز پریروز بود، پس پریروز، سه روز پیش 17 دی ماه بود، همه میگن روز کشف حجاب. آقا خانم فارسی من بده، فارسی شماها چقدر بده که هی میگید رضا شاه کشف حجاب کرد. حجاب از هزاران سال پیش بوده، از فیلمای موسی نگاه کنید، از عیسی نگاه کنید، تو کلیسا نگاه کنید. اجبار حجاب هم آخوندا و نمیدونم مراسم دینی و اینها بوده. آقای رضا شاه رفع حجاب کرد، رفع حجاب، نه کشف حجاب. کشف حجاب یه چیزی رو دانشمندا مثلا یه چیزی تو طبیعت هست، این جدول مندلیوف بود، هی چپ و راست میگفت نمیدونه حالا این شماره این شماره فلان ماده هست، این کشف شده، هست، موجوده، کشف میکنن. ولی اختراع یه چیزیه که نیست، اختراعش میکنن. رفع یه چیزی هست که هست، برطرفش میکنن. مثلا من یه چیزی رو امروز رفع کردم، یه آقای یزدان خدابنده رو شما همتون میشناسید، ایشون یه دفعه به من گفت آقا گروه های هستن 90 هزار تا عضو، گروه های هستن 30 چند هزار تا عضو، شما چرا توی اینا برنامه هاتو نمیذاری؟ گفتم والا بعضی هاشون نمیشناسن، خب شما معرفی کن. ایشون لطف کرد اسم 5-6 تاشو برای من فرستاد، منم تو برنامه ها گفتم، الان دیگه نمیگم که برایشون تبلیغ نباشه. ما گفتیم خب بذاریم، حالا وقتی ما تو صفحه خودمون میذاریم برنامه رو زنده ببینن، خب دیگه نمیان ببینن، میذاریم تو مردم تیوی زنده ببینن، دیگه لازم نیست ببینن. من از همین تو یوتیوب تعداد شمارامون کمه، توی نمیدونم چیز و اینا کمه، فرق میکنه با اون یک کسی که مثلا میاد یه دفعه داره رانندگی میکنه 1000 نفر دارن نگاش میکنن، چون ما 300 تا اینجا 500 تا اونجا 200 تا اونجا، تعداد بیشماری هم روی مردم تیوی دات کام. اوکی چی داشتم میگفتم یادم رفت خدایا. اصلا یادم رفت، باورتون میشه؟ حالا هر وقت یادم اومد براتون دوباره میگم. ولی ماجرای تیراندازی در فلوریدا، طرف خودش، این پسره که اسلحهشو داده به هواپیما، اسلحه خالی رو داده تحویل، چیزاشم فشنگاشم که یه چیز دیگه داده تحویل، آمده اینجا فرودگاه فورت لاردر، تا پیاده شده اینا رو برده تو اون سالن گذاشته، تق 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 زده. داداش این میگه بابا این FBI داداش من که بیمار روانیه رفته به اینا گفته یه کسایی تو مغز من صحبت میکنن، حتی یه جایی گفته CIA به من میگه بی برو جزو ارتش باش، جزو داعش باش. فکر کنید FBI چی کار کرده؟ این آقا رو گرفته 4 روز دکتر رو نمیدونم صحبت و اینها، بعد اسلحه و اینا رو هم بهش دادن گفتن برو، اینا اومده زده کشته. و برای شما جالب نیست که هر یکی از اینا رو که اینها میان انجام میدن عملیات تروریستی، FBI میگه این زیر نظر بود، بله این باباش هم به ما گفته بود، بله این همسرش هم آمده بود گزارش داده بود که مثلا این تندرو شده، یا این روزا با کسی صحبت نمیکنه، یا این روزا مثلا ریششو گذاشته بلند شده، یا این که خیلی انتقاد میکنه میگه این ظلم فلان بیسار اینا. بعد یکی اینا از این قربال اینا میگذارن، بعد چی درست میکنه؟ حالا تا اونجاش که تو آمریکا هست و طرف مسلمون نیست، میگن آقا این بیمار روانیه، همچین که بدبخت مسلمون زاده ای هست که ماشاءالله دیسکوشو رفته، شب عرقشو خورده، توی این تدی بارو نمیدونم توی استریپ کلابا رفته، ولی میگن این مداعش، داعش احمقم، از خدا خواسته هر جا یه کسی یه بوگندی کرد میگه من کردم، برای که اعتبارشو بگیر. دیشب یه برنامه ای رو داشتم تلویزیون نگاه میکردم، پدر مادر، واقعا خدا برای هیچ پدر مادری پیش نیام، پدر مادر اون خبرنگاره بود 31 ساله، حتما این ندا چون توی اسرائیل و اینا به اصطلاح میدونه،
خبرنگاری بود که اسرائیل رفته بود بعد آمده بود اینا، خلاصه توی حلب گرفتار شده بود و از اونجا داعش همون بود که سرش رو جلو دوربین بریدن، مرده که چپ دست بود این پشت پیرن اینه گرفت بیچاره سرش رو برید، سرش رو گذاشت رو سینه این. گفته بودن 100 میلیون یورو باید بدی، اون موقع هم 100 میلیون یورو، یورو 1.37 بود میشد 137 میلیون دلار. پدر مادر این گفتونن آخه ما این پول از کجا بیاریم؟ به دولت گفتونن، دولت آمریکا هم گفتون ما با تروریستا نه معامله میکنیم نه صحبت میکنیم. برعکس کشورهای اروپایی با وجودی که میگن ما نمیکنیم این کارو، چپ و راست این کارو میکنن و رنسام چی بهش میگن باج، رنسام پی میکنن، یعنی پولی رو که مثلا یه تروریستی گفته آقا این اینو گرفتیم تا 5 میلیون دلار ندی ما آزادش نمیکنیم، اینا 5 میلیون دلار میدن. دولت آمریکا یه حرفی میزنه که منطقی و درست هم هست خدایش، میگه آقا این پولی که شما میدید این پوله چه کار میکنه؟ طرف در مغازه تروریستیشو میبنده میره؟ نه، میاد سازمانشو بزرگتر میکنه. اگه تا دیروز با ماشین و جیپ و اسلحه کوچیک شلیک میکرده، با این پول میره تانک و نمیدونم اسلحه زمین به هوا و وسایل فلان میخره، با این پول میره افراد دیگر رو ریکروت میکنه یا اونا رو جمع میکنه به خودش به اصطلاح ملحق بشن. پس این پول شما میشه، همین کلمه هست که من میگم سوخت این ماشین مردم تیوی رو بدید، میگه این پول شما میشه سوخت ماشین سریعتر و بزرگتر تروریست، پس ما این کار نمی کنیم. حالا این خانواده آمده بود، کلمی هم اصلا ماشالله پولدار و اینها، و به غیر از پولدار بودن متحد رفته بود با دیگران صحبت کرده بود، گفته بودن باشه ما میدیم اینقدر میدیم، با اینا هم صحبت میکنیم میگیم آقا حالا 100 میلیون تو سرت، بیا 10 میلیون بگی برو. دولت صداشون زده بود، گفته بود ببین شما به غیر از اینکه ما صحبت نمی کنیم، اگه شما هم معامله کنید با اینا یا اگه خانواده های به شما کمک کنن، ما شماها رو محاکمه می کنیم که شما به تروریستا دارید پول میدید. این بدبخت هم نکردن وایسادن، سر پسره هم بریدن 31 سالش بود. ولی الان قانون عوض شده، دولت میگه من چشامو میبندم. این حضرت علی، طرف گفت شطور از کجا رفت به کجا و نمیدونم، گفت از وقتی من نشستم اینجا مامانم نبوده و رفته اون برا از این چیا. آمریکا میگه ببین اگه شما خواستی پول بدی من نمیدونم، اگه آگهی زدی آقا بیاین پول بدید که فلانی رو گرفتن، کسی به شما کمک کرد، ما نمیریم حسابای بانکی اونا و این ترانزیشن، این پولایی که رفت و بعد آمد شده و اینها رد و بدل شده کاری نداریم. اینم یه داستانی بود که توی آمریکا اینجوریه که هر وقت یک کسی به اصطلاح چیز میشه، بله نه 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 آقای چمنارا اجازه بده دوست عزیز، اجازه بده دوست عزیز، من به شما گفتم وقتی برنامه ها لایو نیست و به صورت از قبل ضبط شده میفرستید برای ما، هر ساعتی بخواین نشون بدیم. اتفاقا به شما یک قدم احترام گذاشتم، بیشتر به شما گفتم برنامه شما را امروز بعد از برنامه زنده خودم پخش میکنم ساعت 4. ضمن این که ما برای برنامه های بازپخش از قبل ضبط شده هیچ ساعتی از پیش مقرر نمی کنیم، دلیلش هم بهتون بگم، اگه من قرار باشه اینجا ساعت 4 بشینم برای 20 دلار یا برای 10 دلار یه فیلمی رو پخش کنم، ترجیح میدم برم تو خیابون قدم بزنم، سگا رو نگاه کنم، با همسایه هام هیهوی کنم، بهتر از اینه. اینی که ما میگیم برنامه زنده 50 دلار 100 دلار، اینی که وقتی نشستیم اینجا بعد که میخوایم بلند شیم تا 3 قدم باید لنگ بزنیم تا تازه پامون بفهمه خون بفرسه و بدنمون بفهمه ای وایسادی نمیدونم نویگیشن سیستم. دوست عزیز مخصوصا برای شما نوشتم بعد از برنامه زنده، و من چون شما امروز برنامه نداشتی دو تا مهمون دعوت کردم، بالاخره اینجوریه دیگه، میگن taking and giving، این شما نمیتونی هم خدا رو داشته باشی هم خر رو داشته باشی هم خورما رو داشته باشی، اینجوری باید یه جوری این وسط ها همدیگر رو میت کنیم، یا اگه میخوان یه معامله انجام بدیم شما دور هستی با من، شما نمیتونی من بگی آقا رانندگی کن بیا مثلا واشنگتن، من میگم شما بیا الکساندریا منم میام اونجا، در صورت نخیر اصلا پخش نه 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 هیچ موضوعی پیش نیومده. اتفاقا خوب شد شما گفتید برنامه آقای چمنارا، ببین اینجا رو بخون،
نوشتم ببین با قرمز پیدا است آقای چمنارا ساعت 4 بعد از ظهر اندیشکده. میبینید درست یا نه؟ ببینم کجا نوشتمش. خدایا در هر صورت احتیاجی ندارم دروغ بگم. نوشتم سهراب چمنارا ساعت 4 قانون.org اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران. اینم از این ماجرا. پس دوستان براتون اناونس کردم، گفتم، اعلام کردم ساعت 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، به وقت نیویورک، به وقت شرق آمریکا و 1 بعد از ظهر. چرا آقای سهراب چمنارا انتظار داره 12 ظهر کالیفرنیا 3 بعد از ظهر؟ چون اونها شروع کردن برنامهشون رو با برنامه‌های زنده و گفتن هر دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر برنامه میذاریم، ولی قرارمون بود تا سال 2020 بریم. اولیش که آقای نصر احمدی پنچر شد، فعلا زده کنار. دومیش آقای چمنارا گفت فعلا به جای برنامه زنده، برنامه از پیش پخش شد ضبط شده میفرستیم، که کار بسیار خوبیه. دلیلش هم براتون میگم. لازم نیست ساعت 3 هر جا هستن، هر قراری دارن، هر اتفاقی افتادن با نگرانی بیان بشینن، یه دفعه مینی اینترنتش کار نمیکنه، یه دفعه مینی چراغش مثلا روشن نمیشه. شنبه، یه شنبه، پنج شنبه وقت داره، دوش گرفته سرها شاداب میاد میشینه جلو دوربین و ببینید چه کار قشنگی ایشون به اصطلاح توی ضبط انجام داده. خودش قشنگ فیلم میاره میذاره که اینجوری نیست صدا بزنه آقای سوربی اون فیلمو نشون بده، مهندس، مهندسم بگه آقا اگه این فیلمو نشون دادیم یوتیوب میندازتون بیرون. خیلی قشنگ یه کار مهندسی، کار دقیق. دوستان وقتی میگیم مهندسی، کاری به مدرک نداریم. مهندسی از لحاظ هندسی اینا رو قشنگ رو همدیگه گذاشتن، بغل هم گذاشتن، جفت کردن. این بنایی که این آیه ها، این نمیدونم نازوکاری اینا رو انجام میدن، هیچ کدومشون درس هم نخونده بودن، ولی از لحاظ مهندسی اینها مهندسای عملی بودن، نه مهندسای عمله. مهندسای عملی بودن که چجوری فکر کنه که این سوره مثلا از اینجا که شروع میشه دور این محراب اینجوری تموم میشه. آها برگردم به ماجرای، حالا یادم افتاد، به ماجرای اگه 2-3 دقیقه برید عقب میفهمید، آقای یزدان خداوندلو و گروه های ایرانی. البته یه چیزی خوب آدم وقتی می‌نویسه، دوستان باز نگاه کنید اینجا که انگشت من هست، گروه های فیسبوک و رفتار غیر دموکراتانه. میگم بنویسید ولی خودم نگاه نمی‌کنم. آقای یزدان خداوندلو لطف کرد از ما این دعوت دیگه، آقا دعوت کرد بیا اینجا، آقا 90,000 تا اینجا، 8,000 تا اونجا، 80,000 تا. گفتیم چه کار باید بکنی؟ گفت هیچ، اینجا همه آزادن. حتی گفت اینجا قانون نداری. گفتیم آقا این بیقانونی که خیلی بده. گفت نه، میگیم قانون نداره، قبول داریم همه اینایی که میان اینجا با فهمن، با شعورن، دیگه میفهمن آقا این سربی اگه برنامه جمعه رو گذاشته، جمعه نباید بره زیر دوشنبه. اونی که دوشنبه میاد بعدن میاد بالا، اینجوری چهارشنبه میاد بعدش، دوباره جمعه میاد میاد بالا. ما رفته هی گذاشتیم، هی برگشتیم نگاه کردیم، گفتیم آقا مگه میشه 8800 نفر روی فیسبوک منن، میاد 1000 خورده نفر خبر مردن چیزو میبینه، چی میگن، مردن رفسنجانی رو، چجوری من اینو گذاشتم برای یه گروه 90,000 نفری، 20 نفرم نیومدن ویدیو رو ببینن. اشکالشو فهمیدم، به دوستان گفتم، من که نمیدونم کی ادمینه، از طرف ایشون دعوت شدیم بیا بریم، رفتیم میبینم آقا خانم باورتون میشه اینا که انقدر ادعای دموکرات بودن میکنن، انقدر دنبال این میگردن که آخوند ظالم بلا رو بندازیم زمین و اعدامش کنیم و به تیر برق و نمیدونم به درختای خوشگل خیابون پهلوی، اون وقت خودشون یه گروه درست میکنن. شما وقتی دعوتت میکنن، بابا مهمون تابود نبود، میگفتن مهمون بره بشینه بالا. حالا ما دیگه مهمون نیستیم، خودمون اونجا صابخونه میدونیم، ولی اقلا اگه این اتاق به ما اجاره دادید، دیگه وقتی میایم اینجا، این اتاقی که ما میخوابیم توش نباید ببینیم مثلا شما سگت و فرستادی داخلش. گفتم آقای یزدان خداوندلو، خب بی خود نیست این گروه های شما، کسی نمیاد، هر چی میان میبینن ویدیوی شماست، نمیرن پایین که ببینن آقا 10 نفر دیگه هم ویدیو گذاشتن، نمیرن پایین ببینن آقای حسین کیپور، بگم خلیلپور باشه، اون پایین چی نوشته، میاد نگاه، بدبخت، هر کی هم میاد، حالا میگم بدبخت نه که بدبخت طرف، اینجا این کلمه پور ویزیتور، میاد اونجا میبینه بله این برنامه چهارشنبه آقای
یزدانپور اتفاقا با شیرازی ها به این پارچ میگن تونگ، با این پارچ شربت داره همینجور میخوره. خب ول میکنه میره. شماها از بس خودخواه هستید حتی به خودتون ضربه میزنید. مثل این میمونه، مثال من یه مغازه باز کنم از اونای دیگه یاد بگیرم که آقا اگر من یه تابلو بذارم اینجا به این خانم مهتاب، به اون خانم ستاره، به اون خانم مژگان، به اون خانم نمیدونم فلان، به اون آقای بهنام، به اون یکی بهکام بگم اگه چیزی برای فروش دارید میتونید روی این آگهی بذارید. این بنده خدا میخواد خونهشو اجاره بده، میاد میذاره اینجا، میگه من از این فروشگاه خرید میکنم، خونم هم اینجاست، خب اینا محلی هم دیگه بیان بذار. بعد شما هی بیای تبلیغای هندونه خودتو بذاری روش، خب طرف میاد میگه آقا این منو مسخره کرده یا خودشو مسخره کرده. دوبار میذاره امتحان میکنه که به خودش ثابت بشه که آقا بله من بابا رفتم آگهی گذاشتم که یک اتاق میخوایم بدیم اجاره مای 600 دلار، ولی شما اومدی آقا دوباره زد تصمان دروش کنم هندونه کیلوی 22 دلار 22 ریال نمیدونم فلان. خب آقا تو که هندونت اونجاست دم در تابلو گذاشتی. کارمون خرابه دوستان و کارمون خیلی خرابه. اولین روزی که من ثابت بشه درست شدنی هم نیستم، یه بازی بود میکردیم کلاق پر زد رفت ها، سوربی هم میرتش آقا ولمون کن نخواستیم. آخه کجای دنیا شما دیدی یه نفر بیاری مصاحبه کنی یه بیننده بیاد بگه آقا چرا حالا شما حرف میزنی بذار اون حرف بزنه. 100 بار تا حالا تو این تلویزیون اتفاق افتاده. آقای سعید امیدی ناراحت نشی یا شما نفر اول نیستی، 100 بار تو تلویزیون های ایرانی اتفاق افتاده که بیننده طلبکار شده از مجری. آقا مگه ما برات بلیت فروختیم گفتیم 40 دلار 50 دلار، صحبت از بلیت شد. برنامه آقای ندیمی و دوستان همکارشون رو ببین، مثلا من ایراد از اینا گرفتم، گفتم بابا شما این عکسی که گذاشتید کوچولوئه، مثل که با تلفن گرفتید، چیز داره چی میگن حاشیه داره و 3 تا 4 تا و یه عکس بهتر بفرستید. حالا این عکس رو من عوضش کردم با دستگاه خودمون، اون دورش چی میگن فریم و اینا رو از بین بردم، تازه به این صورت در اومده. براتون میخونم و امیدوارم که شما هم این شنبه اگر جای دعوت نیستید، اگر نگران این نیستید که باباتون فوت بشه، نمیدونم مادرتون یه وقت خدای نکرده سکته کنه، حاضر نیستید 40 دلار بلیت بخرید اون بلیت باطل بشه یا مجبور بشید بدید به یکی از دوستانتون، از قبل آدم اگه بلیتشو بخره خیلی بهتره. بهتون گفتم سالها پیش وقتی من کار ویدیو رو شروع کردم، ماه سپتامبر بود، یه خانمی تماس گرفت گاهی سوربی ما یه عروسی داریم شما ویدیو میگیری؟ انگه آمریکایی بود. گفتم بله. گفت خب بنویسید یا نگاه کنید ببینید تو این تاریخ آزاد هستید. گفت که مثلا 22 می. من گفتم خانم این که 4 ماه قبل بوده. گفت نه آقا برای 22 می سال آینده. اینا اینجوری هن وقت ما اینجوری. امروز دوشنبه است، به نظر ما خیلی عجیبه آقا از دوشنبه داره تبلیغ شنبه رو میکنه. شنبه 14 ندایی از آن سوی جان و روان. ببینید دوستان یکم بلری فازی پیدا نیست تصویره، ببخشید تقصیر من نیست. صدد جانواری 14 شنبه 14 ژانویه کنسرت شروع میشه از ساعت 8. شماره تلفن تماس 571 335 1970. لطف کنید اگر زنگ زدید به این یا حتی فروشگاه بلیط چه میفروشه کاری نداره، بگید که برنامه سوربی رو دیدید، آگهیشون رو اینجا دیدید. این یک کار رسمه. من یادمه وقتی که ما شرکت بیمه داشتیم اولین کاری که میکردیم از کسی که تماس میگیره میپرسیدیم که شما این امریکن اینشورنس ایجنسی رو از کجا پیدا کردی؟ اون موقع اینترنت اصلا نبود، یا تبلیغ رادیو بود یا روزنامه محلی بود یا یک چیزایی درست میکردن مثل متکا، بالش، مخطی چی میگفتن، 3 دلار میدادیم اسمشو میزدیم میشنم اینایی که میخوان برن بیسبال بازی کنن دم در وای میسادیم بهشون میدادیم که بذارن زیر بلا نسبتشون، زمستون اگه بود سردشون نشه، تابستون اگه بود گرمشون نشه، چون بعضی از اینا آلومینیوم آهنه.
و امیدوار بودیم این برای که این نرمه نمیندازه دور، تو ماشین میذاره هر وقت میخواد بیاد بازی هی نگاه میکنه این نوشته American Insurance Agency، 6 ماه دیگه بیمه میخواد برای خونش، برای ماشینش، میگه به این زنگ بزنم که خیر سرم اون وقت حالا مثلا مواظب تم بوده. نمیدونم والا چی بگم. سوربی جان این الان لایو هست یا زبطه؟ بهمن آب کنار الان ساعت 3:44 دقیقه است و این برنامه زنده است. این روزها دیگه برنامه زنده و مرد. اتفاقا در رابطه با ویدیو آقای سهراب چمنارا میخواستم بهتون بگم زندگی شده ویدیو آن دیمند. ببینید الان اگه یه کسی میخواد برنامه آقای چمنارا رو نگاه کنه وقتش با من تلف میکنه، میره روی یوتیوب میزنه سهراب چمنارا، ویدیوش از دیروز پریروز گذاشته، دیدم امروز 40 نفرم نگاه کردن. میره روی فیسبوک چمنارا، چمنارا اونجا نشسته منتظر، نه خودشا فیزیکلی، ویرچوالی. ویرچوالی میشه چی؟ یعنی کاذب چی بگیم دیگه. نشسته اونجا. اینجوری شده. حالا من چه زنده باشم بهمن جون، چه مرده باشم، چه نیمه جان باشم، چه فرقی میکنه؟ دارم یه چیزی میگم، شما گوش کن، بعد آخرش بگو آقا این پوفیوز همش غلط گفت، غر زد، یا بگو آقا عجب گفتی جانا سوربی، سخن از زبان ما میگویی. منم همین مشکلو دارم. دو پاسپورتیا گوشاشونو بدن به من، دو پاسپورتیا مملا رولو برد. اینا هست از صبح تا از شعر می نویسن، شعار می دن، جانم فدای ایران. حالا ببینیم وقتی که میگن آقا از این دوتا پاسپورت یه دونش می تونی داشته باشی، این پاسپورت آبی آمریکایی که صفحه آخر اولش نوشته که ای نمیدونم مأمور انتظامات هر جا این شهروند را دیدی با احترام رفتار کن، پاسپورت ایرانی نمیدونم توش چی نوشته، ای مأمور هر جا این را دیدی مواظب جیبت باش، چی نوشته؟ کدومش انتخاب میکنی؟ دیگه الان نمیتونی دروغ بگی، اینجا بگی نه آقا من ایرانی بودنم را با هیچ کشوری تابعیتش عوض نمی کنم، من هر سال میروم ایران تا حقوقم را بگیرم. دیگه ممه رو لولو برد. گفتن چیزای غیر منقول نمیتونی داشته باشی، شده مثل مکزیک، زمین نمیتونی داشته باشی، خونه نمیتونی، میخوای بری آمریکا زندگی کنی برو آمریکا زندگی کن، برو کانادا زندگی کن. امیدوارم بشه. باز همونجوری که شاهین ترکمان گفت کاری ندارم، آخوند باشه، شاه باشه، سرهنگ باشه، شما باشی، آقا یه مملکت یه پاسپورت. ولی من امیدم اینه که یه روزی بیاد که اصلا همه دنیا شما آزاد باشی، پاسپورت لازم نداشته باشی، هر جا میخوای بری یه دونه کارت داشته باشی که بله من کی هستم، بله کارت شناسایی. مثل اینجا که ما میخوام بریم کانادا، کانادا تا چند سال پیش شما هیچی لازم نداشتی، یه گواهی نامه بود. الان ویزا نمیخوای ولی باید پاسپورت داشته باشی، یا پاسپورت هایی که مثل کارت داشته باشی. نظر شما در این باره چیه آقای بهمن عزیز؟ که شما حرفات قشنگه، دلیل سوالم اینه که آیا میشه به شما چیزی گفت یا نه؟ البته که میشه چیزی گفت، فوش بدی فوشت میدم، تعریف کنی خوشحال میشم. دیدی اون آقا بیچاره یک کلمه حرف زد، سعید امیدی نیم ساعت من نق زدم. البته که میشه چیزی گفت، چرا نمیشه چیزی گفت؟ چیزی که هست ببین، من وقتی میخوام فیسبوک رو نگاه کنم هی با نگاه این ور کنم، نگاه اون ور کنم، اگه یک جوونی پیری مسنی با غیرتی پیدا میشد، مثل خودم وقتی دیگران برنامه داشتن من مینشستم اونجا، آقای کابوسی مینشست اینجا، مینوشتم کاغذ بهش میدادم، آقای کشاورزنی هم مینشست اینجا، من مینوشتم کاغذ بهش میدادم که آقای کشاورزنی ها یه نفر زنگ زده نوشته، یا یه نفر اینو نوشته رو فیسبوک، اون موقع فیسبوک هم نبود برنامه کشاورزنی ها و اینا. بله میشه بنویسی، ولی با هی اینجوری کنیم، هی اینجوری کنیم، بعد شما چیزی مینویسی که خدایی نکرده، ما که اصلا اینجوری نیستیم، ممکنه مربوط به برنامه نباشه. مثلا میگه آقا دیدی تلویزیون آقای فلانی، آقا من چه میدونم الان برنامه خودم تو سرم مونده، 12 دقیقه وقت دارم، هنوز اینقدر چی رو صفحه اول دارم، صفحات دیگه هم بمانم. آقای چمنارام تازه نشسته بوده از 3 منتظر ما، نه آقا 4. اوکی، ماجرای تیراندازی در فلوریدا رو گفتم و این بیچاره رفته خودش گفته آقا یک کسایی تو مغز من صحبت میکنه. دو پاسپورتی ممل رولوبور گفتم، هاشمی رفسنجانی در سن 82 سالگی درگذشت، خانم بهیه جیلانی باور داره که او را کشتن. من فکر نمیکنم،
برای چی بکشنش؟ حتی اونی که باش مخالف بود آقای خامنه ای برای چی اینو بکشه؟ من واقعا از خود تو بپرسید گروه های فیسبوک و رفتار غیر دموکراتی آنها واقعا ماجرای ملاها و آقازاده ها رو این دوستان حتی تو گروه ها هم انجام میدن. و آقای یزدان خداوندی رو اگر شما میبینی گروه 92 هزار تایی 36 هزار تایی ویدیوی شما بیننده نداره، دلیلش خود شما هستید. دلیلش اینه که تابلو قشنگی که درست کردی به جای اینکه سوربی بیاد اینجا بذاره کاغذش رو یه روز بذاری مردم ببینن یه ساعت، بعد خانم مثلا مینا بیاد روش، شما هی برمیداری همه رو میفیسی اون پایین تو چا امام زمان، خودت وای میفیسی اون بالا، طرف هم هی میاد هی میبینه همون برنامه اونجاش ول میکنه میره. تازه اگه فوش نده بگه آقا اینا مسخره کردن خودشونو 90 هزار نفر ولی 4 نفر رو نمیذارم، من از اون امروز دیگه اونجا نمیذارم مگر اینکه شما یا ادمینای دیگه بنویسن بله اساسنامش این باشه که ما اینجا سنیوریتی یا ارجعیت رو میدیم به نوبت تاریخ، تقویم، ساعت، زمان. یعنی آمریکایی میگه first come first serve. من یک چیزی داشتم میخواستم بفروشم، یه ماشینی دو سه هفته پیش بود، بعد دو نفر زنگ زدن بهشون گفتم ببینید یه نفر داره میاد، شما هم داری میاد، هر کی زودتر رسید ماشین مال اون، یا میخواین یکی بیاین فلان. یه دوست افغانی بود، افغانی نمیدونم با سرعت برق و باد آمد، ولی بنازم جوان جنتلمنی بود، جنتلمن رو به ایرانی چی بگیم، متشخص. وقتی آمد داشت با من صحبت میکرد، اون زن و مرده که آمدن دید یه زن و مرد سیاه‌پوست از مریلند آمدن و ما ویرجینیا هستیم، گفت که من وای میسم اینا چون زودتر از من زنگ زدن اینا ببینم. فکر میکنید چی شد؟ اونا فکر کردن من و این داریم بازارگرمی میکنیم کلا بذاریم سرشون، چون پسرم افغانی بود منم ایرانی شبیه هم، خلاصه اون نخرید رفت، اونم نخرید رفت، این وسط دوست ایرانیمون زنگ زد خرید و رفت ماشاءالله زرنگ، بعد دوتای اونا هی زنگ زدن گفت حالا اگه هست ما میخوایم. گفتم نه دیگه، من اون قیمت که بهتون گفتم اون موقع نیست، با این آقا تماس بگیرید. اینم از این پیام دکتر سرهنگ عقیلی پور. چه خوب شد که من این پیامو بذارم و اگه نمیذاشتم شرمنده میشدم. بله آقای عقیلی پور، بشنویم با هم صحبتای ایشون رو. بفرمایید آقای علی عقیلی پور، دکتر سرهنگ عقیلی پور. جناب آقای سوربی، با عرض احترام کلن عقیلی پور هستم. گاهی از اوقات استادان و فرهیختگانی که دعوت میفرمایید اینا برای بنابر تعلقات خاطری که دارن از انقلاب 1357 به نام فتنه یا شورش نام میبرن. الف بای فارسی رو که ما یاد میدادن که 37 عدد صحیح نبود چون 27 حرفش تکراریه با نقطه معنوش و تلفظش فرق میکنه. مثلا وقتی ره یک نقطه میذاریم میشه زه، سه تا نقطه میذاریم میشه جه. دقت زیادی لازمه که به کار بردن واژه ها به جای حقیقی خودش مورد استفاده قرار بگیره و اشتباه نشه. مثلا وقتی میگید از فلان کار بدم آمد، در مقابل بد واژه خوبه دیگه، یعنی باید بگید که خوبم آمد، در حالی که میگیم خوشم آمد. حالا از کجا شین با سه نقطه آمد اون مطلب دیگریه. آشوب چیه؟ گاهی ممکنه یک تصمیم توسط رژیم گرفته بشه که برخلاف میل مردمه. مثلا یادتون هست در رژیم گذشته بهای بلیط اتوبوس رو در تهران دو برابر کردن، مردم تظاهراتی به راه انداختن مخالفت کردن، پلیس و سرکوب شدت عمل به خرج داد، مردم یک مرتبه به جوششون بردن و همه گیر شد یا آشوبی به پا شد. خواست مردم لحظه به تصمیم دولت بود نه سرگونی رژیم. دولت هم عقب نشینی کرد، قیمت رو به حال اولی برگرد، آشوب هم خاموش شد. یا در خرداد 42 که آیت الله خمینی سخنرانی شدیدی بر علیه تصمیم پادشاه برای رفاهای شیش ماده کرد، تغییر مواد شیشگانه نظرش بود، ولی هدف متقاعد در اون زمان براندازی رژیم مطرح نبود،
احترامی محترمانه به وجود پادشاه تقاضای خود رو خواستار شد که این موارد تغییر بدن. مردم رو به جوش آورد این سخنرانی، دولت شدت عمل به خرج داد، آشوب خاموش شد، عده‌ای دستگیر و پیروان شدن، از جمله سگیب حاجی ازایی از جنوب شهر که ابتدا دستجات زیادی رو به نفع بهمان ملی آقای دکتر مصدق به راه میانداخت، بعدا هم در کودتای ننگین 28 مرداد 32 به نفع سلطنت دستجاتی رو علم میکرد. در خرداد ماه هم به حمایت آیت الله خمینی دستجات در جنوب شهر راه انداخت. در دادگاه نظامی وقتی از او پرسیدن چرا آشوب به راه انداختی؟ گفت این کار همیشگی ماست. گفتن یعنی چی؟ گفت هر وقت از حکومت کسی میاد پولی به ما میداد که مردم رو بیا به راه بندازیم، ما کاری به اون نداشتیم که چی میخوان، کار اون خودم میکردیم، شعارهایی هم به ما میدادن، میگفتن به مردم بگید این شعارها رو بدن، ما این کار رو میکردیم. سوال کردم در این فتنه آجور چه کسی به تو پول داد؟ تو بازاری اومدن. این بود وضع آشوب به شورش. اما در انقلاب غیر از این مواردی، انقلاب ریشی عمیقی در اجتماع داره. مردمی که سالها زیر سایه استبداد و ظلم حکومت جانشون به لب میرسه و حکومت با سرنیزه و ارتش خودشون نگه میداره، مثل مردم فرانسه در زمان لویی 16 هم. یک مرتبه مردم قیام کردن و حکومت ظالمانه و رژیم رو سرنگون میکنن. وقتی شهرهای پاریس، شهر پاریس خیابونا پر از جمعیت بود، فریاد میزدن، تظاهرات میکردن، لویی 16 پادشاه وزیر کشور اعتراف کرد که جریان چیه، گزارش داد. بعد شاه که هنوز غافل بود گفت ما که همه کار برای مردم کردیم، پس حالا چی میگن که شورش آشوب بپا کردن؟ وزیر کشور گفت علا حضرت شورش نیست، انقلابه. البته در انقلاب فرصت طلبان هم هستن که در اون زمان بیبندوباری انقلاب دست که چاپیدن و انبول مردم و دولت رو ملاخور میکنن. پس انقلاب داره هدفی معین، یعنی جا به جایی قدرت و براندازه رژیمی، در حالی که فتنه آشوب چنین چیزی نیست. در انقلاب 57 هدف کلی مردم این نبود که حکومت مذهبی انکلیسیون قرون وسطا در کشور مثال برقرار باشه. شعارهایی که در انقلاب داده میشد در علیه شاه برای آزادی بود. آیت الله خمینی که تا شروع انقلاب از براندازی و تغییر سلطنت حرفی نزده بود، متوجه شد اگر همون روش ادامه بده نمیتونه با مردم هماهنگی کنه و مردم رو با خودش داشته باشه. این بود که با یه زرنگی خاصی روی امواج تظاهرات مردم سوار شد و به دنبال اون یک مدرسه هم از این گرد که شاه باید داره و بعدا که جمهوری اسلام بید اون بارده. دنیای امپریالیسم غرب هم تا آخر به نگهدان رژیم سلطنتیان باور بود و حتی 6 ماه قبل از انقلاب سازمان های امنیتی آمریکا بررسی کردن و تحلیلگران گفته بودن که حداقل تا 10 سال دیگه شاه قدرت رو در اختیار خواهد داشت. و وقتی هم که دولت از سفیر آمریکا، پادشاه از سفیر آمریکا برای برقراری یک دولت نظامی میپرسه و اونم از واشنگتن سوال میکنه، بهش جواب میدن، واشنگتن به سفیرشون جواب میده ادامه حیات سیاسی شاه برای دولت آمریکا کمال اهمیت داره و شاه بایستی برای حفظ ماهیت خود هر چی لازم داره به موقع اجرا بگذاره. ولی وقتی مواجه شدن با انقلاب و آثاری در کشور، اونا هم برای حفظ منافع خودشون سیاست خودشون عوض کردن و با انقلابیون و هدایت کننده انقلاب هماهنگی نشون دادن، از اون پشتیبانی کردن. در هر حال گروه های خیالندیش به جای واژه انقلاب دم از شورش یا آشوب بزنن، در ماهیت هم تغییری نخواهد کرد. با تغییر واژه ها و تغییر های دلخواه کار به جایی نخواهد رسید. با سپاس فراوان. ممنونم از شما دوستان عزیز. میدونید که
من همیشه گفتم مخصوصا اینایی که به اصطلاح پابلیک فیگر هستن، افراد معروف توی تلویزیونی هستن، توی کارهای سیاسی هستن، مغازه داره. خودتون چند بار توی مهمونی ها شب نشستید گفتید آقا رفتم مغازه مشحسن، خیلی خوش اخلاق شده جدیدن، چون ایشون بد اخلاق بود. یا میگید رفتم مثلا فروشگاه عسل یا فروشگاه یاس، پس اینا پابلیک فیگر شدن. حالا آقای هاشمی رفسنجانی هم یه پابلیک فیگر بوده که فوت شده و گفته که بعد از فوتش هم بسته، یعنی قبل از فوت وصیت کرد، یا مثل که از اون دنیا به شما صحبت کرده، چون رسمه برای سر سال و اینا همه میرن چالوس، نه کجاست این، فکر کنم چالوس میرن، نه نمیدونم، خودتون بشنوید بفرمایید. آقای رفسنجانی از اون دنیا نمیذاره صحبت کنه، ولش کن یه وقت دیگه. حالا دیگه اینم نشون میده که روحش داره این دور و برا میچرخه، تو تلویزیون ما نمیذاره. دوستان عزیز بریم سراغ آقای سهراب چمنارا، ساعت 4 بعد از ظهر. این برنامه چون زنده نیست شما میتونید روی فیسبوک خودشون ببینید، اینم یه ترافیک و یه تبلیغ برای خودشون، یا روی یوتیوب ببینید و از تلویزیون مردم، مردم tv.com، متاسفانه فقط یه بار پخش میشه. چرا ایشون میگه یه بار نمیدونم، آقای مصطفی زاده دفعه اول گفت یه بار میخوام، فلسفه خودشونو دارن. در صورت شاید من باید برنامه رو تغییر بدم، برای احترام به بیننده بگم آقا نمیشه یه برنامه رو یه بار نشون بدید بره طرف از نصفش ببینه، باید تکرار داشته باشه و با تکرار با بازپخش قیمتش میشه اینقدر، هم برای ما بهتر میشه هم برای شما. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. چهارشنبه با هم خواهیم بود، شاید فردا هم یه سری بهتون زدم. روز و روزگار بر شما خوش. از یکایکتون ممنونم، از اونایی که وقتی نقنق میکنم میفهمید متشکرم، از اونایی هم که نمیفهمید دعا کنم یا نفرینتون کنم انشالله به سرتون همین بلاها بیاد تا بعد بگی آهان حالا میفهمم این سربی بیچاره چی میکشید. خدافظ. نه منظورم چی میکشید، چه زجری میکشید. خدافظ.